سلام، به قسمت 12 از آموزشجوی هودینی خوش آمدید. سجاد ربیعی هستم. در این قسمت قصد دارم راجع به دیجیتال اسست ها صحبت بکنم. دیجیتال اسست ها اگرچه به نظر من کار کردن باهاشون خیلی ساده است و شاید یه دو سه تا ابزار باهاشون بسازید و پک بکنید، میبینید که چیز پیچیده ای نیست، ولی جز مباحث فنی و تکنیکی نرم افزار هودینیه. چرا که شما به عنوان یک هودینی کار وقتی با توی شرکتی کار میکنید، خیلی وقتا نیازه که یک سری ابزارهایی رو بسازید و بدید دست آرتیست های دیگه که اونا با ابزارهای شما بتونن یک سری کارها رو خیلی سریعتر انجام بدن. برای همین نحوه ساخت دیجیتال اسست برای همه واجبه، حالا چه اون کسی که صرفاً شاید حتی مدل سازی فقط میخواد بکنه یا کسی که بخواد افکت بسازه، فرقی هم نداره که حالا بخوایم افکس تی دی باشیم، افکس آرتیست باشیم، همه باید بدونیم چطوری با دیجیتال اسست ها کار کنیم. حتی به عنوان کسی که خودش قرار نیست در پروژه دیجیتال اسست جدیدی بسازه، خیلی وقتا نیازه که بتونه یه دیجیتال استی از یه آرتیست دیگه بگیره، بلد باشه باهاش کار کنه، اگر نیاز شد اصلاحاتی روش انجام بده و تو پروژه خودش استفاده بکنه. اما دیجیتال استا چی هن؟ دیجیتال استا شاید بتونیم بگیم شبیه یک پک یا یک جعبهیه که در داخلش یک سری نوت‌های دیگه وجود داره که مجموع اون نوت‌ها یه کار خاصی رو قراره برای ما انجام بده که اون کار خاص میشه اون کاری که اون دیجیتال اسست قراره انجام بده. من یک پروژه خیلی ساده از تمرین‌های جلسات اول براتون اینجا آماده کردم. چیز خاص و پیچیده‌ای نیست. همون نود کپی استمپیه که توضیح دادم. کاری که کردم اینه که یه سطح گرید آوردم، یه سری نقطه روش اسکدر کردم، بعد این ورق داستانم که یه سری شکل اولیه آوردم، کره و تورس و مکعب، رنگ پیشفرض بهشون دادم که بتونیم اینا رو تفکیک بکنیم. یه نود سویچ آوردم که با توجه به اینکه رو چه نقطه‌ای قرار کپی بشه، به صورت رندوم یه دونه از این اشکال انتخاب بشه. که کاری که کردم اینه که از دستور استمپ استفاده کردم، در داخل نود کپی استمپ این تیکه استمپ رو زدم. البته من همه اینا رو کامل توضیح دادم تو جلسات قبل، فقط برای اینکه یادآوری باشه مجددن دارم گذرا یه چیزایی راجبش میگم. اسم استمپ هم گذاشتم آیدی، شماره نقطه رو گرفتم. الان برای شماره نقطه من از روش وکس استفاده کردم. تو جلسات قبل دالر ساین پی تی میذاشتیم که هیچ فرقی نداره، منتها چون دیگه با وکس آشنا هستید ما با همون روش وکس میگیم جلو. بعد این استمپ رو اینجا ساختم، در داخل دستور وکس، در داخل سویچ این اکسپرشن رو نوشتم. بر اساس عددی که این استمپ آیدی به ما میده، یعنی در حقیقت میشه شماره نقطه‌مون، دستور رندوم یه عدد رندوم بین 0 تا 1 میده، چون گفتیم که فانکشن رندوم همیشه عدد خروجیش رندوم بین 0 تا 1ه. از تابع فیت 0 تا 1 استفاده کردم که این عدد بین 0 تا 1 که رندوم میده رو ببرم بین 0 تا 2. چرا بین 0 تا 2؟ چون 3 تا ورودی دارم. ورودی 0م سویچ میشه این شکل، ورودی 1م و ورودی 2م. حالا شما اگر اشکال دیگه هم داشتید این عدد رو باید تغییر بدید. نتیجه کار این میشه که روی این سطح با توجه به اینکه سویچ بر اساس شماره نقطه‌ای که میده رندوم یه دونه از این ورودی‌ها رو انتخاب میکنه، این نتیجه کارمون میشه. بعد یه نود ترانسفورم آوردم که سایز کلی رو بتونم باهاش تغییر بدم، مثلا روی 1/10 گذاشتم. یه نود ترانسفورم دیگه آوردم برای اینکه سایزها رو رندوم کنم، اسکیل رو رندوم بکنم، که اینم دوباره شبیه همون دستور رندی این که اینجا نوشتیم، منتها چون برای اسکیله این دفعه من فیت سفتایی که گرفتم گفتم بین نیم تا 1.5 اسکیل رو تغییر بده. یه سری مکعبا اسکیلشون نیمه، یه سری ها 1.5، یه سری ها ممکنه 1 باشه و حالا الی آخر. فقط اینجا یه عدد سید اضافه کردم، گفتم هر وقت از چندین دستور رند میخوایم استفاده کنیم، برای اینکه همشون نتیجه رندمشون شبیه هم نشه یه سید بهش بدید، که اگر من این 1 به علاوه رو پاک کنم اینتر بزنم، چون رندومی که
این دستور به من میده دقیقا با رندومی که این دستور میده یکیه، برای همین اینجا تمام مکعب های قرمز تقریبا یک سایز رو دارن، تمام تروس ها یک سایز و اسفیر ها هم همه تقریبا یک سایز رو دارن و این الان این تروس ها خب نتیجه کار رو خوب نمی کنه. دلیلش هم مشخصه، مثلا این تابع رندوم چون داره رند آیدی رو میگیره، آیدی فرض کنید روی این تروسی که اینجاست دوه، بعد همینجا هم دوباره این داره ببخشید عدد خروجی رندوم بین 0 تا 1، فرض کنید عدد 1 رو داره به ما میده این تابع رندوم، اینجا هم که داره تروس انتخاب میکنه همون 1 رو میده، پس همه تروس ها یه سایز رو میگیرن. ولی وقتی یه سید اضافه بکنم، حالا هر عددی مهم نیست، دیگه نتیجه دوتا رندوم ها با هم یکی نمیشه. یه نودی هم اینجا من بایپس کردم چون الان دیگه وکس هم کار کردید، اینو میتونم توضیح بدم. ببینید تو دستور استمپ و نود کپی استمپ که استفاده میکنید، تا میتونید بعد کاری کنید که این سمت داستان که مدل ها قرار کپی شه، یعنی ورودی اول کپی، تعداد نود های کمتری استفاده کنید، چون این نود هایی که اینجا دارید قراره به تعداد نقاطی که به ورودی دوم میدید تکرار بشه. حالا اگر اینجا ما 20 تا نود داشته باشن، پس هر بار که یه مدل قراره روی یه دونه از این نقاط کپی بشه 20 تا نود داره اجرا میشه، برای همین کند میشه. ما برای یک سری کارها میتونیم از ورودی اول استفاده بکنیم، به خصوص برای زمانی که بخوایم اسکیل رو تغییر بدیم، پوزیشن رو تغییر بدیم یا روتیت رو بر اساس یه رندومی تغییر بدیم. این نودی که اینجا گذاشتم کار همین نودو میکنه. الان من اگه بایپسش بکنم همشون یه سایز دارن، رندوم دیگه نیستن. این نودو فعال کنم رندوم اعمال میشه. کاری که اینجا کردم همونه دقیقاً، یعنی در حقیقت رند گرفتم عدد 30 دادم، منتها چون اینجا دیگه با استمپ کاری ندارم، مستقیما از پیتینام استفاده کردم که شماره نقطه ها میشه، گفتم بر اساس شماره نقطه یه عدد رندوم 0 تا 1 به من بده، اونو ببر بین نیم تا 1.5 بریز تو متغیر پی اسکل، که پی اسکل تو جلسات قبل توضیح دادم یکی از پوینت اتریبیوت هایی که هودینی اونو میشناسه، هر جا به این پوینت اتریبیوت به این اسم میرسه میفهمه منظور تغییر سایزه. نود کپی هم همانند نود کپی تو پوینت این قابلیت داره که یه سری پوینت اتریبیوت هایی که ما اینور تعریف میکنیم و هودینی میشناسه رو روی اینور استفاده بکنه. حالا مثلا قراره یه کره روی این نقطه کپی بشه، پی اسکل نقطه هست مثلا 75 صدم، کره ای که قراره مثلا اینجا بیفته سایزش میشه 75 صدم، پس این کار همین نودو میکنه. فقط اتفاقی که افتاد اینه که ما اینور یه نودو حذف کردیم آوردیم اینجا، نودهایی که اینجا داریم فقط یک بار اجرا میشن، نوت‌های اینجا هستن که به تعداد نقاط قرار تکرار بشن، چون اینجا خود نقاطه دیگه، خود نقاط که قرار نیست هی تکرار بشه، پس ما فقط یک بار این نودو استفاده کردیم، ولی اون عدد رندوم و اون نتیجه رندوم اسکیلی که خواستیم ما به همشون دادیم. پس اینا یه نکته بودش که گفتم در نظر بگیرید. خیلی وقتا ممکنه یک کار رو با چند روش بتونید انجام بدین، شما همیشه سعی کنید ببینید سریع‌ترین روش کدومه. این که حالا چرا من از نود کپی تو پوینت هم استفاده نکردم دلیلش مشخصه، به خاطر اینکه برای این سویچه مجبور بودم از دستور استمپ استفاده بکنم، برای همینم مجبورم از کپی استمپ استفاده کنم، دستور استمپ تو نود کپی تو پوینت قابل استفاده نیست. ولی اگر از این مثلا سویچ نمیخواستم استفاده کنم، میتونستم مستقیما مثلا این مکعب رو قرار بدم به نقاط، از این نود استفاده بکنم، من شیفت و آر میزنم ورودی ها جابجا بشه و اون رندوم هم منم کار میکنه، منتها ما با سویچ و استمپ میخواییم کار بکنیم. خب بگذاریم ادامه بحث دیجیتال است. ببینید فرض کنید این یک ابزار ساده ای، حالا ما میگیم این مقدار شاید پیچیده باشه، یعنی تو پیچیده نیست، منظورم اینه که فرض کنیم این یک ابزار خیلی پیچیده ای که کلی نود تشکیل شده، قراره اینو تو پروژه های مختلف استفاده کنیم یا بدیم به افراد مختلف از این ابزاری که ما ساختیم استفاده کنن. حالت معمول وقتی بلد نباشیم با دیجیتال اسست ها کار بکنیم، باید چیکار کنیم؟ اینه که یه پروژه هودینی دیگه باز کنیم، این نوت ها رو از اینجا کپی کنیم و تو پروژه جدید پیست بکنیم، یا اینکه این پروژه رو هارد ذخیره کنیم، تو پروژه جدید از گزینه مرج استفاده کنیم، که گزینه مرج میاد اون پروژه رو باز میکنه، نوداش رو میاره اینجا در اختیارتون قرار میده. خب این اولین مشکل ماست،
خب ما باید هی بیایم این نوده رو کپی کنیم یا هی بیایم پروژه رو مرج کنیم تو پروژه های جدید. اگر بخوایم به یه آرتیستی بدیم اونم باید همین کار رو بکنه. مشکل بعد اینه که یه وقتایی هست ما برای فقط یه کار خاص ممکن از 100 تا 200 تا نود استفاده کرده باشیم. خب این خیلی شلوغ میشه و وقتی پروژه رو به یک آرتیست میدید چون اون خودشون پروژه رو نساخته نمیدونه که مثلا اگر بخواد تعداد نقاط رو کم و زیاد کنه کدوم نود رو باید تغییر بده. حالا اینجا چون تعداد نودهای ما کمه ما میدونیم که مثلا با نود اسکدر میتونیم بگیم چند تا مدل کپی بشه، ولی وقتی 100 تا 200 تا خیلی وقتا ممکنه نزدیک 1000 تا نود استفاده بشه. اونجا دیگه آرتیست باید بیاد دونه دونه پروژه رو چک کنه ببینه این مسیر چه اتفاقاتی روش میفته، بعد بیاد اون نودیو که مربوط به تعداد نقطه هاست رو پیدا کنه استفاده بکنه و تغییرش بده. خب این کار رو سخت میکنه. حتی خیلی وقتا خود شما هم که یه ابزاری رو میسازید وقتی ابزارتون یه مقدار شلوغ بشه ممکنه یک ماه دیگه که برید سراغش و بخواین از اون ابزار استفاده کنید یادتون بره که مثلا برای تغییر رنگ کدوم نود رو باید دقیقاً عوض می‌کردید. خب دیجیتال اسست این قابلیت رو به ما میده که اول از همه همه این نودها رو ما در قالب یک نود داشته باشیم یا در حقیقت یک ابزار داشته باشیم که از این به بعد فقط همون ابزار رو بتونیم تو پروژه‌های دیگه استفاده کنیم، فقط همون یک نود رو استفاده کنیم. کار دومی که می‌کنه اینه که پارامترهای مهمی رو که برای ما تغییرات قراردادتون ابزار بدن و میتونیم از دیجیتال اسست بکشیم بیرون، دیگه از این به بعد خود شما یا آرتیست های دیگه وقتی میخوان با ابزار شما کار بکنن به جای این که بیان بین 1000 تا نود بگردن، بین 1000 تا پارامیتر بگردن، اون پارامیتر مورد نظر خودشون رو پیدا کنن و تغییر بدن، شما اون پارامیترهای اصلی رو کشیدید براش بیرون، کاربر فقط با اونا کار میکنه. اینم در نظر بگیرید ممکنه شما بعداً یه تکنیکال دایرکتوری بشید که ابزارهای خیلی پیچیده‌ای بسازید. خب یه آرتیستی که تازه کارش رو شروع کرده اصلا خیلی بخش‌های هودینی رو آشنایی نداره، مثلا شما یه ابزاری ساختید که یه درختی رو بسازه و داینامیک داشته باشه، باد بهش بخوره، برگاش بریزه، 200 تا نود هم استفاده کردید که نصفش مثلا نودهای داینامیکه. خب یه آرتیست معمولی تو پروژه نمیتونه بفهمه شما چیکار کردید و چون نمیفهمه نمیتونه بفهمه که کدوم نودها رو باید بیاد عددش رو عوض بکنه که یه اتفاقی تو اون درخت بیفته. ولی خب شما اگر اونو دیجیتال اسست بکنید و 4 تا پارامترهای مهم رو بیارید بیرون، فقط کافی به اون آرتیست بگید که شما این دیجیتال اسست منو بیار تو پروژه، این 4 تا پارامترم براش توضیح بدید، دیگه اون با توجه به این ابزار شما میاد شروع میکنه کار کردن. مثلا تو پروژه به جایی که بیان 50 تا تکنیکال دایرکتور استخدام بکنن 10 تا تکنیکال دایرکتور استخدام میکنن که چند تا ابزار کاربردی براشون بسازه، بعد به جای اون 40 تا آرتیست معمولی تر میارن، بعد اون 40 تا آرتیست میان خیلی راحت فقط با ابزارهایی که اون 10 نفر ساختن کار میکنه. برای همین بعد کار کردن با دیجیتال اسست رو بدونید و عرض کردم الان شاید شما خیلی آشنا نباشید با هودینی، ولی بعدن به جایی میرسید که بعد خودتونم بتونید دیجیتال اسست های مختلفی بسازید. خب اولین کاری که ما میکنیم اینه که یه ابزار خیلی ساده میسازم و اونو تبدیل به دیجیتال استش میکنم. بعد حالا ادامه میدیم میریم سراغ پروژه های پیچیده تر. خب یکی دیگه کاربورد های دیجیتال استت رو من فراموش کردم بگم. کاربورد دیگه دیجیتال استت اینه که ما از قابلیت هودینی انجین استفاده بکنیم. هودینی انجین یک ویژگی هست که فکر میکنم تنها نرم افزار هودینی این ایده به ذهنش رسیده و تو نرم افزارهای دیگه نداریم. کارش اینه که این قابلیت رو به شما میده ابزارهایی که در نرم افزار هودینی میسازید و توسط هودینی انجین تو برنامه‌های سه‌بعدی دیگه یا تو موتورهای بازی مختلف ازش استفاده بکنید. فعلا نرم افزارهایی که خود شرکت برایشون این هودینی انجین رو نوشته و سوار کرده نرم افزار مایاس، موتورهای بازی یونیتی و آنریل انجینه، برنامه سینما 4D و 3D ماکس. اینی هم که اینجا نوشته کاستوم پلاگینز، کارش اینه که این توضیح داده خودش که شما اگر به فرض کاربر بلندر باشید و بخواید که این قابلیت رو تو بلندر اضافه بکنید، هودینی اومده API یا اون
کتابخانه های زبان سی پلاس پلاس هودینی انجین هم در اختیار شما قرار داده که بعداً بتونید این هودینی انجین خودتون به بلندر اضافه بکنید. منتها کاربرهایی که با این نرم افزارها کار میکنن دیگه قرار نیست کار خاصی انجام بدن. خود شرکت این کار رو کرده. خدمتون عرض کنم که اون چیزی که این هودینی انجین رو متفاوت میکنه با بحث‌های دیگه که تو نرم افزارهای دیگه داریم اینه که تا قبل از اینکه ما هودینی انجین داشته باشیم، وقتی می‌خواستیم اطلاعاتی رو به نرم افزارهای دیگه مثل مایا یا سینما 4D ببریم یا تو 3D Max ببریم، اون اطلاعاتی‌ان که قبلا محاسبه شده، ذخیره شده و نتیجه رو ما میبریم. فرض کنید که مثلا شما یک فواره توی مایا شبیه سازی میکردید با پارتیکل، بعد اونو مشش میکردید، بهش سطح میدادید، پالیگان میدادید، بعد با فرمتی مثل فرمت المبیک اونو خروجی میگرفتید میآوردید تو 3D Max که مثلا با حالا یه موتور رندری اونو رندر بکنید. شما وقتی که از مایا اونو کش میگرفتین، خروجی میبردین، فقط نتیجه رو تو 3D Max شما میتونستید ببینید و رندر بکنید، ولی دیگه تو خود 3D Max نمیتونستید بیاین مثلا سرعت آبشار و میزان پخش شدگیش و تعداد پارتیکل هاش رو کم و زیاد بکنید یا مثلا نیروی جاذبه رو روش کم و زیاد کنید، به خاطر اینکه موتور داینامیک نرم افزار مایا بوده که اون محاسبات رو انجام داده و اون موتور داینامیک تو نرم افزار 3D Max یا مثلا سینما 4D قابل دسترس نیست. برعکسش هم همینه. فرض کنید که شما تو سینما 4D مثلا با تینکینگ پارتیکل اومدید یه شبیه سازی مثلا تخریبی رو انجام دادید که یه خونه خورد بشه، بعد نتیجه رو به دلایلی میخواین تو مایا رندر بکنید، میان یه خروجی کش با فرمتی مثل همین المبیک از اون تخریب میگیرید، دیگه تو مایا نتیجه خورد شدن رو دارید، حالا به صورت انیمیشن. دیگه تعداد قطعات رو نمیتونید کم و زیاد بکنید، جرم اون قطعات یا میزان نیروی جاذبه یا نیروهای دیگه به اون قطعات رو نمیتونید کم زیاد کنید. اونجا بعد دوباره برگردین تو سینما 4D، اون تنظیمات رو انجام بدید، مجدداً خروجی بگیرید و نتیجه رو ببرید تو نرم افزار مایا. در مورد موتورهای بازی هم به همین ترتیبه. مثلا فرض کنید شما تو نرم افزار مایا یک فواره رو ساختید، کش گرفتید، میبرید تو یونیتی، دیگه تو یونیتی این قابلیت رو ندارید که ادیت کنید اون فواره رو، همون تنظیمات داینامیکش رو عوض بکنید. هودینی انجین که در حقیقت یک پلاگینیه که رو تک تک این نرم افزارها نصب میشه، این قابلیت رو به شما میده که یک ابزاری رو با تمام پارامترهاش تو نرم افزار هودینی بسازید، ببرید تو تک تک این نرم افزارها و توی اون نرم افزارها بتونید اون پارامترها رو تغییر بدید و به یک نتیجه جدید برسید. یعنی انگار در حقیقت مثلا تو مثال آبشار، اون آبشار انگار تو خود مایا ساختید. همون تنظیمات جاذبه رو اونجا میتونید تو مایا تغییر بدید، میتونید تعداد پارتیکل ها رو کم و زیاد بکنید، بعد نتیجه رو تبدیل به مش بکنید. ولی در حقیقت اون ابزار تو نرم افزار هودینی ساخته شده. این قابلیت بجز حالا بحث های داینامیک یا موشن گرافیک که میتونه خیلی موثر باشه و کاربرد داشته باشه، تو زمینه گیم خیلی جواب گرفته و خیلی از شرکت هایی که کار گیم میکنن رفتن سراغ نرم افزار هودینی به خاطر این قابلیتی که داره. مثالی که میتونم براتون بزنم اینه. مثلا فرض کنیم تو نرم افزار هودینی، به خاطر اینکه نرم افزار هودینی یک نرم افزار پرسجوراله، شما خیلی راحت میان یک ابزار مدل سازی پرسجورال میسازید که به فرض تو این فیلمی که براتون پیدا کردم مثلا یک مسیری رو به صورت چوب و الوار بسازه، بعد با کمک هودینی انجین اونو میبرید توی موتور بازی خودتون مثل آنریل یا یونیتی، بعد توی یونیتی مثلا شما میان یه مسیری رو با کرو میکشید و خود اون ابزاری که تو هودینی قبلا ساختید آوردید اینجا، میاد با توجه به اون مسیر با الوار اون جاده رو برای شما ایجاد میکنه. یا مثلا فنسی که اینجا دارید میبینید، این فنس تو نرم افزار هودینی ساخته شده، یه منطقی براش پیاده شده، بعد آوردن توی یونیتی. تو یونیتی فقط آرتیست کافیه که بگه این فنس کجا قرار میگیره، خودش اوتوماتیک شکلش رو با توجه به اون مسیر تغییر میده. یا مثلا یه ابزاری ممکنه تو هودینی بسازید که
خونه بسازه با پارامترهایی که داره، تعداد پنجره ها کم و زیاد بشه، مدل سقف مشخص بشه، یا یه پارامتر کلی داشته باشه که به صورت رندوم شکل های مختلفی بسازه، بعد اونو ببرین توی موتور بازی. توی موتور بازی خیلی راحت چیدمان فضاتون رو انجام بدید، لول دیزاینتون رو بکنید، بعد شکل خونه ها اتوماتیک با هم رندوم میشه. دیگه قرار نیست برید مثلا تو نرم افزار مایا فضا رو بسازید، خونه رو بسازید، بیارین تو یونیتی دوباره یه مدل جدید خونه بخواین براش بسازید. خود کاربری که، خود اون آرتیستی که داره با یونیتی کار میکنه، میتونه با تغییر پارامترها اون شکل رو تغییر بده تو یونیتی، انگار اینکه این ابزار از اول تو دل خود یونیتی بوده. این بحث پرسجورال مدلینگ نرم افزار هودینی یکی از ویژگی هاییه که خب تو صنعت گیم الان داره خیلی استفاده میشه ازش. دوستانی هم که علاقه به بحث مدلینگ برای گیم دارن، این یکی از شغلهایی که اگر بهش مسلط بشین بازار کار خیلی خوبی داره خارج از کشور. الان هم خیلی از شرکت های تولید کننده بازی دارن از نرم افزار هودینی تو این زمینه استفاده میکنن. این هم یه سری هم مثال های دیگه شه. نکته جالب دیگه راجع به هودینی انجین اینه که هودینی انجین فقط برای کار کردن روی مدل ها نیست. شما توسط هودینی انجین تمام، تقریبا تمامی اون جنسیت هایی که تو نرم افزار هودینی باش سر و کار دارید و میتونید ببرید تو نرم افزار های دیگه، مثل بحث مثلا پارتیکل ها. شما میتونید همین پارتیکل ها رو ببرید تو مایا، اونجا تنظیمات سیمولیشنش رو تغییر بدید. میتونید اینجا یک آتیشی بسازید، تنظیماتش رو برید تو مایا تغییر بدید. میتونید اینجا مثلا آب بسازید، اون آب رو با همون جنسیت پارتیکلی که داره ببرید تو نرم افزار مثلا سینما فوردی، اونجا تغییرات اعمال بدید. این یکی خب ویژگی های خوب نرم این پلاگین هودینی انجین. نصبش هم چیز پیچیده ای نیست. مثلا شما اول اگر هودینی رو سیستمتون نصب بکنید، بعد بیاین مایا رو نصب کنید، ببخشید اول مایا یا هر کدوم از این برنامه ها رو سیستمتون نصب باشه، بعد هودینی رو که دارید نصب میکنید، خود هودینی تو اون پنجره اول بهتون میگه که مثلا شما مایا رو نصب کردید، آیا میخواین هودینی انجین برای مایا هم نصب بشه یا نه. اگرم اول هودینی رو نصب کردید، بعدن مایا یا حالا هر کدوم از این برنامه ها رو نصب کردید، باز این امکان داره که وجود داره که هودینی انجین رو بهشون اضافه کنید، منتها یه سری تغییرات باید توی ویندوز انجام بدید، یه سری فایل کپی کنید، یه انوایرمنت وریبل مشخص بکنید و اون اتفاق میفته که تو خود هودینی سایتش سرچ بزنید این داستان رو گفته. ولی بهتر اینه که اول نرم افزارا رو نصب بکنید، بعد هودینی رو، که به مشکل نخورید. حالا من آموزش هودینی انجین الان نمیخوام بدم، ولی چون مربوط به دیجیتال اسست ها هستن، چون با هودینی انجین ما فقط باید تنها کاری که بکنیم اینه که اون ستاپی رو که ساختیم، اون پروژه‌ای که ساختیم، ابتدا تبدیل به دیجیتال استش بکنیم، بعد ببریم تو نرم افزارهای دیگه توسط هودینی انجین. برای همین چون این دو مقوله به هم وصلن، من مجبورم توضیحاتی رو هم بدم. چیزی که هودینی انجین انجام میده چیه؟ در حقیقت خود هسته نرم افزار هودینی رو از تک تک این برنامه ها قابل دسترس میکنه. یعنی در حقیقت شما اگر تو مایا با هودینی انجین یه ابزاری رو وارد مایا میکنید، پشت پرده اون مایا نیست که اون ابزار رو میخونه، خود نرم افزار هودینی اون ابزار رو میخونه، میبینه چیه، پارامتراش رو بررسی میکنه، تنظیمات و سیمولیشن ها و اون پردازش ها رو انجام میده، نتیجه رو میاره تو ویوپورت مایا یا حالا هر کدوم از اینا به شما نشون میده. پس در حقیقت بازم اون هودینیه که پشت پرده است، اون هودینیه که همه کار رو انجام میده. خب این فقط یه نکته به وجود میاره، اونم اینه که به همین دلیل که هودینی پشت پرده قرار پردازش بکنه و اطلاعات مثل اطلاعات مدل از مایا وارد هودینی که حالا ما نمیبینیمش به صورت بصری وارد بشه، انجام بشه و نتیجه اطلاعاتشون قراره دوباره برگرده تو مایا، یعنی یه سری مراحل اضافی این وسط داره اتفاق میفته و این باعث میشه که سرعت پردازش اطلاعات یه مقدار توسط هودینی انجین پایین تر از زمانی باشه که خود اون ابزار رو دارین تو خود نرم افزار هودینی استفاده میکنید. برای همین این طبیعیه که اگر 1 میلیون تا پارتیکل تو هودینی پردازش کنید، تو نرم افزار مایا ببینید سرعت پردازش این مقدار کنتر از اون چیزیه که تو خود نرم افزار هودینی میبینید. این حالا یه نکته که گفتم دونستنش لازمه.
بریم سراغ این که چطوری بتونیم یه ابزاری رو تبدیل به دیجیتال اسید بکنیم. خب قبل از اینکه بخوام اینو تبدیل به دیجیتال اسید بکنم، من یه ابزار خیلی ساده تر میسازم، بعد که کار باهاش یاد گرفتیم با دیجیتال اسید رو میرم سراغ حالا بحث های پیچیده تر. چیزی که الان در نظر گرفتم براتون، یکی از کارهایی که یکی از بچه ها تو گروه هم سوال کرده بود، من یه پروژه خیلی ساده براش ساختم، گفتم حالا همون پروژه رو بیام در قالب یک ابزار یا دیجیتال اسید به هودینی اضافه بکنم که یک مثال همین کارمونم باشه. من یه دونه از مدل های آماده هودینی رو میارم، حالا شیدرش هم نمیخوام، تیکش رو برمیدارم، یه مقدار تعداد نقاطش رو با نود ساب دیواید زیاد میکنم، چون قراره با رنگ کار کنم، میخوام نتیجه بهتری بگیرم. یه نودی تو هودینی داریم به اسم نود میجر. میجر نود اندازه‌گیریه. کاری که میکنه اینه که چند تا اندازه‌گیری برای شما انجام میده. پریمیتر که محیط حالا یک آبجکتی رو برای ما اندازه‌گیری میکنه. منظور از محیط اینه که مثلا من یه سیرکل دارم، محیط اینو برای من اندازش رو میگه. من اینو میذارم به حالت پالیگان، اینو میزنم رو حالت اوپن آرک که میخوام یک دایره باز باشه، بعد مثلا میگم 180 درجه دایره میخوام. این محیط من الان میشه این. اینو اگر بدم به این سیرکل، یک اتریبیوتی از نوع پریمیتیو برای من میسازه که اینجا کلید وسط اگر نگه داریم نشونم میده، با همون نام که الان محیط رو داره به من میگه. خب مسلماً اگر من مثلا سایز اینو کم و زیاد کنم، چون محیط کم و زیاد میشه، این عدد تغییر میکنه. حالت دیگرش حالت اریایی که مساحت یه سطح رو به ما میگه، مثلا تو همون مثال کره 360 درجه میبندم بشه که توپر بشه، این میشه مساحت من که باز من اگر اسپریت باز کنم اریای من الان اینه. بعد حالت کرویچر داره که ما الان با این میخوایم کار کنیم، که میزان انحنای یک شکل یا یه ژئومتری رو مشخص میکنیم. مثلا ما الان اینجا انحنای بیشتری داریم. و حالت آخرش هم که حالت والیومه که حجم یک مدل یا یه چیزی رو به ما میگه، که الان منظور از حجم اون فضای داخلش میشه که چه مقداریه. خب من اینو میزنم رو حالت کرویچر که اون میزان شیب و انحنای لبه ها رو به من بده. الان اگر پنجره اسپریت شیت هم که باز بکنم، این کروچر الان از نوع پوینت اتریبیوت به من داده شده که اینجا هم شما میتونید اسمش رو ببینید. من اینو میذارم شو حالت فقط کروچر رو نشون بده. اینجا هم یه پارامیتر مین مکس داریم که یه جاهایی که مثلا کروچر اصلا وجود نداره، سطح کاملا صاف عددش صفره، جاهایی که خیلی انحنا داره، مثلا ممکنه میزان انحنا 2000 باشه، این عدد میگه خروجی کروچر رو بین این دو عدد براتون کلمپ میکنم. یعنی اگه بیشتر از 1000 شد 1000، کمتر از 0 شد 0. که اینجا هم دقت کنید ماکسیمومش 1000ه، مینیمومش هم نزدیک 0ه، که معمولا همین عدد کفایت میکنه، لازم نیست شما تغییرش بدید. یه حالتی هم اینجا داره که میگه اون اسم پوینت اتریبیوت یا حالا پریمیتیو اتریبیوت رو میخواین عوض کنید یا نه. من این تیکو میزنم، مثلا میخوام اسمش رو بزنم JK. از این به بعد این اطلاعات تو JK ریخته میشه که حالا من اینو برمیدارم. خب حالا این عدد من میخوام به صورت بصری ببینم رو مدلم، یعنی اون لبه ها مشخص بشه. نود پوینت واپ رو میارم، ببخشید پوینت واپ، یه دونه رمپ اتریبیوت میارم. ورودی رمپ اتریبیوت باید یک عددی بدیم دیگه. اتریبیوتی که ساخته بود اون نود میجر برای ما، اسمش بود کروچر. اینو من میدم به ورودی رمپ هم، خروجیشو میدم به رنگ. خب یه رنگو الان من اینجا یه تغییراتی دارم میبینم. داستانه که پیش اومده اینه که کروچر خروجیش بین 0 تا 1 نیستش، که ممکنه یه جایی مثلا اینجاها شیبش مثلا 500 باشه. اینجا من میام یه دونه
نود مالتیپلای میارم که بتونم این ورودی رمپ هم رو کم و زیاد کنم، مثلا اون 500 رو بکنم نیم. پروموت میکنم، میام بیرون، اینو یه عددی میدم که کروچر تقریبا دیده بشه، مثلا میدمش یه همچین چیز. نورم تو ویوپورت خاموش میکنم که فقط رنگ رو ببینم. الان با تغییر رنگ این رمپ میتونم فقط لبه ها رو مشخص کنم، خواستم هم میتونم بهش رنگ بدم، مثلا اینو میکنم قرمز، اینو میکنم آبی. به این صورت. حالا ما اینو میخوایم، حالا این کاربرد داره البته، همینجوری هم نیست. مثلا اون دوستی که اینو من براش ساختم سوال کرده بود چطوری میتونیم رو لبه ها فقط نقطه اسکدر بکنیم، که خب یکی از راهش همینه. مثلا من اینو بیام بلک بکنم، جای این دوتا رنگ رو با هم تغییر بدم، یه کاری کنم که رنگ مشکی اینجاها رو بگیره فقط لبه ها قرمز باشه، نود اسکدر میارم و به اسکدر هم میگم فقط به جاهایی که رنگ داره نقطه پخش بکن، ریلکس هم نمیخوام، تعداد نقطه ها رو هم میتونم بیشتر بکنم که نتیجه رو ببینم. الان فقط رو لبه ها اومده این اسکدر کار میکنه، که شما اگر خواستید یه مقدار این نرمتر باشه میتونید نود اسموس هم استفاده بکنید. نود اسموس هم که قبلا فکر میکنم گفتم اون اتریبیوت رو میاد برای شما نرم میکنه، حالا الان پیشفرزش پیه، یعنی پوزیشن رو نرم میکنه، من میگم رنگ رو برای من نرم کن، اینتر رو میزنم. همونطور که میبینید الان این رنگ نرم شد، من این اگه خاموش کنم روشن کنم نتیجه رو میتونید کامل ببینید. خب حالا من این سه تا، این چند تا نود رو فرض کنید کار کروچر رو انجام میده و به رنگ تبدیلش میکنه و اسموسش میکنه. من مثلا این یک ابزار پرکاربردی تو خیلی از پروژه قراره از این استفاده کنم، به جایی که هر دفعه بیام این چند تا نود رو استفاده کنم، میتونم اینها رو در قالب یک نود و یک ابزار یا یک دیجیتال اسید استفاده کنم. اولین کاری که میکنید اینه که باید ورودی خروجی هاتون مشخص باشه. ببینید الان اینها ابزار من قراره بشه نه خود این نود. چرا؟ چون من ورودیشو، ورودی ابزارمو نمیدونم چیه، مثلا ممکنه بعدن از یه مدل دیگه بخوام استفاده بکنم. اینو میدم به اون اتفاق روی مدل جدید اعمال میشه. پس ورودی من هر دفعه ممکنه عوض بشه، یعنی در حقیقت اون کاربری که از ابزار من استفاده میکنه باید مشخص کنه چه ورودی میخوام. پس من این چند تا نود رو باید دیجیتال اسید کنم. برای اینکه کارتون راحت باشه یه دونه همیشه نود به عنوان ورودی بیارید، اسمش رو مثلا بزنید این جیومتری، یه دونه نود هم آخر بیارید اسمش رو بزنید مثلا آوتپوت. خب مرحله بعدی اینه که این نودها رو انتخاب بکنید، من اینا رو منظم میکنم، کلید شیفت و سی رو بزنید، یه چیزی به اسم سابنت براتون میسازه. این در حقیقت گروپه، یه جور گروپه که نودها رو همه رو داخل گروپ میبره، که من حالا کنترل زد میزنم. یه روش دیگرش هم اینه که نودها رو انتخاب کنید، این دکمه رو بزنید، اینم همونه، شیفت و سی رو که بزنید همون کار رو میکنه. این گروپ کردن خیلی کاربرد داره. مثلا فرض کنید یه پروژه ساختید 200 تا نود توشه، میتونید نودهاتون رو دسته‌بندی کنید، مثلا اینها رو یه گروپ بکنید، اسمش رو مثلا بزنید سورس، یه سری اسامی استفاده بکنید که مشخص شده باشه، بعد مثلا یه رنگ بهش بدید. این باعث میشه که یه مقدار کارتون منظم تر باشه، همه نوت ها پخش و پلال نباشن و نوت هایی که مربوط به همه توی یه دسته بندی قرار بگیرن. مثلا من میدونم که همه نوت های سورس من اینجاست، میرم داخلش دوتا کلیک میکنم، تنظیماتش رو عوض میکنم. یکی از کاربرداش اینه، یکی از کاربرداش هم برای دیجیتال استته. اما یه چیز اشتباهی که ممکنه اول شما بکنید اینه که با خودتون بگید فرق بین دیجیتال اسید با این گروپ یا ساب نتورک چیه، جفتشون شبیه همن، طبق اون توضیحاتی که دادم الان اینم یه دونه نود شده دیگه، پس اینم میتونه دیجیتال اسید باشه. فرقش اینه که وقتی که یک گروپ شما دارید، اون گروپ رو تو خود همین پروژه میتونید استفاده بکنید و تو پروژه های دیگه مجبورید این گروپ رو یک کپی کنید ببرید تو پروژه دیگه پیست کنید. و نکته دیگه اینه که این ساب نتورک قابلیت استفاده از هودینی انجین رو نداره.
در حقیقت ساب نتورک فقط یه گروه داخلی تو همون پروژه جاریه که باش کار میکنید، ولی تو حالت دیجیتال اسید ما میاییم اینو تبدیل به یک ابزار و یک تول میکنیم، رو هارد ذخیرهش میکنیم و چون رو هارد ذخیره شده میتونیم هم از طریق هودینی انجین و هم تو پروژه های دیگه هودینی بهش دسترسی داشته باشیم. اما برای ساخت دیجیتال اسید حتما باید قبلش ساب نتورک بسازید. خب این ساب نتورک رو ساختم، 4 تا ورودی داره که خودش فهمید که ورودی اول رو فقط باید استفاده کنه. وقتی داخلش برید همون نودها رو دارید بجز این 4 تا نودی که اینجا میبینید، اینا فقط همون ورودی های شما هستن، همینا که اینجا به ورودی اول وصل کردیم، این هم میشه ورودی اول، خودی زده نمبر 1. بعدن مثلا فرض کنید یه شکل دیگه یا اگر خواستید به ساب نتورک اضافه کنید، من میام اینو به ورودی دوم میدم، میام اینجا، این میشه ورودی دوم من. الان اگر من اینو به این وصل بکنم اون مدل جدید رو میبینم. به همین روش شما میتونید از ورودی های دیگه ساب نتورک استفاده بکنید. خب مرحله اول انجام دادید. مرحله بعد این که یک اسمی باید بهش بدید که اسم دیجیتال استتتون میشه. من مثلا اسمش میذارم JK Curvature CD یا رنگ. بعد اینجا اسم ورودی های شماست. اگر کید موس رو روی ورودی ها ببرید اونجا توضیحش رو می نویسه. مثلا این اسمش هست Sub Network Input Number 1. اینو من اسمش رو بهتره یه اسمی بدید که کاربر بفهمه به این ورودی باید چی وصل کنه. من اسم اینم مثلا می زنم این جیومتری. وقتی طرف موس رو میبره رو ورودی اول میفهمه چون اسمش هست این جیومتری، پس یه جیومتری باید بهش وصل کنه. بیشتر نوت های هودینی توضیحات رو دادن بهتون. مثلا من نود کپی استمپ رو میارم، دوتا ورودی داره. الان موس رو این ببرم، اسم ورودیش هست پریمیتیو تو کپی، دومی هست تمپلیت تو کپی که میدونم اینجا باید پریمیتیو ها رو وصل کنم، دومی هم اون تمپلیت پوینت هایی هست که قراره کپیت روش انجام بشه. برای همین یه اسمی هم اول اینجا بدید. خب مرحله اول و دوم انجام دادیم. مرحله بعد اینه که پارامترهای مهمی رو که اینجا داریم بکشیمشون بیرون، اینجا در اختیار کاربر قرار بدیم. این چرخنده رو میزنید، پنجره ادیت پارامتر اینترفیس رو باز میکنید که قبلا یه توضیح کوچیکی داده بودم راجبش. این پارامترهایی که اینجا میبینید همین پارامترهای پیشفرض اینپوت هامونن که اسم میدیم. اینا رو قرار نیست دیگه کاربر تغییر بده. من خودم اینا رو هیدن میکنم که دیگه کاربر اینا رو نبینه که گیج بشه. اینا رو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم، همش رو انتخاب میکنم. اینجا یه تیک اینویزیبل دارم، اینو میزنم اپلای میکنم، اینا هیدن شدن. اگر دوباره اینو بزنم میتونم تیکو بردارم اونا رو برگردونم. خب حالا میریم داخل ساب نتورک، این پنجره ی ادیت پارامتر اینترفیس هم باز میذارم بمونه اینجا. میرم میگردم پارامترهای مهم رو میکشم بیرون. مثلا یه پارامتر مهم اینجا دارم که برای ساب دیواید کردنه که تعداد مراحل ساب دیواید رو مشخص میکنه، که اینو البته بهتر ما اینجا نیاریم چون ربطی به اون کروچر ما نداره. ما فقط ساب دیواید کردیم که اون رنگه بهتر دیده شه. پس من اینو از اینجا میتونم حذف کنم، بیام بیرون ساب نتورک اینجا پیستش بکنم. میرم داخلش. بیرون اومدن داخل رفتنم که همون کلید U و I کیبورده. خب یه پارامتر مهم ما این رمپیه که اینجاست. با کلید وسط موس روی اسم پارامتر میرم درگش میکنم روی روت ولش میکنم. بعد پارامتر بعدی رو پیدا میکنم، این اینپوت نامبر 2ه. یه اسمی به این بدیم مثلا که مشخص شده باشه، مثلا میزنیم بایس. اینجا عملا اسمش عوض شد بایس. اینو من رو اسمش کلیک میکنم درگ میکنم اینجا. الان دو تا پارامتر مهم آوردیم، آخری هم همین اسموسه که مثلا این استرنگزشو من میارم اینجا درگ میکنم که شدت این نرم شدگی بتونم کنترل کنم. خب پارامترهای مهم رو که اینجا آوردیم، دکمه اپلای یا اکسپت رو میزنیم. الان اگر بیایم بیرون میبینید که اون گروپ یا ساب نتورک ما پارامترهای مهمش اومده بیرون. دیگه کاربر میدونه که به داخل این کاری نداره، مثلا میخواد رنگ رو تغییر بده فقط کافیه بیاد اینجا این رمپ رو عوض کنه. این رمپ اتوماتیک خودش لینک پیدا کرده، لینک شده
به این رمپ اصلی که ما اینجا داریم، یا مثلا بایسی که اینجا داریم لینک به این، در حقیقت این لینک به اون که از همون تاب دستور چنل که کار کردیم استفاده میکنه، یا مثلا استرنگ، این استرنگی که ما اینجا داریم توی اسموس لینک پیدا شده به اون استرنگی که ما خارج از ساب نتورک داریم، که دیگه طرف مثلا میخواد شدت نم شدگی رو کم و زیاد کنه میاد اینجا اینو کم و زیاد میکنه، یا مثلا بایاس رو مثلا تغییر بده به این صورت. خب این الان انجام شد. قبل از اینکه بخوایم دیجیتال استش کنیم، یه پیشنهاد دیگه یا یه ساجستشن دیگه هم بهتون میدم، اونم اینه که خروجیتون همیشه از یک نود آوتپوت استفاده بکنید. چرا؟ ببینید وقتی از این نود استفاده نکنید، خروجی که شما توی این خروجی ساب نتورک دارید برابر با اون نودی که شما دیسپلی فلگ رو روش دارید. یعنی اگه من الان دیسپلی فلگ رو بزنم رو میجر 1، اینجا من دیگه اون نتیجه رو نمیگیرم. چرا؟ چون رو میجر 1 رفته دیسپلی فلگ من. یا مثلا اگه اینو بزنمش روی پوینت واپ 2، اینجا یه مشکلی البته الان پیش اومده، من ببینم مشکل چیه. خب مشکل برای این نود آوتپوتیه که ما اینجا بلا استفاده گذاشتیم. من اینو فعلا پاک میکنم. الان من اینو میندازم رو میجر 1، خروجی من همون میجر 1ه. بذارمش روی پوینت واپ 1، خروجی من اونه. الان اسموسه دیگه کار نمیکنه. چرا؟ چون اسموس تو مرحله بعده، ولی دیسپلی فلگ روی اینه. یه وقتایی هست شما مثلا میخواین ادیت کنید داخل ساب نتورک یا داخل دیجیتال اسست رو، بعد مثلا دیسپلی فلگ حواستون نیست میره روی این، بعد نتیجهش اون نتیجه که میخواین نیست. خب این نود آوتپوت میاد خیال شما رو راحت میکنه، به هودینی میگه که همواره خروجی من این نقطه است، یعنی از این نقطه خروجی بگیر. مهم نیست دیسپلی فلگ رو کدوم مرحله است. من الان دیسپلی فلگ رو میجر 1 نتیجه دارم میجر 1 رو میبینم، ولی وقتی بیام بیرون نتیجه ساب نتورک من اون خجاییه که آوتپوت بهش وصل شده. پس برای همین حتما یک نود آوتپوت بیارید که حواستون نباشه مثلا دیسپلی فلگ رو این باشه بگین چرا اون ابزار کار نمیکنه. خب این کارا رو انجام دادیم، الان آماده است که تبدیل به دیجیتال استش کنیم که تو پروژه های دیگه هودینی استفاده کنیم، یا توسط هودینی انجین مثلا تو نرم افزار مایا ببریم استفادهش بکنیم. روش راست کلیک میکنید، گزینه کرییت دیجیتال اسست رو میزنید. اینجا یک اسم و یک لیبل داریم. لیبل همون چیزایی که تو پارامیترها هم داشتیم، اون چیزی که کاربر میبینه. اسم اون اسم داخلی دیجیتال استه که ما دوتاشو این هم میذاریم. فقط تو حالت نیم، چون ممکن از است دستورات اکسپرشن هم استفاده شه، فاصله نداریم، آندرلاین خودش میده. یادتون باشه تو پارامیترها هم داشتیم لیبل میتونست فاصله داشته باشه ولی نیم نه. اینجا آدرسیه که دیجیتال اسست ما ذخیره میشه. به صورت پیش فرض تو فولدر OTLs در این آدرس ذخیره میشه. OTLs چه اسمیه؟ قبلا دیجیتال اسست ها فرمتشون روی هارد OTLs بود تو هودینی، منتها یه نسخه به بعد هودینی از فرمت HDA استفاده کرد که مخفف کلمات هودینی دیجیتال استه، برای اینکه یه مقدار اسم شبیه تر به اون کاری که قراره بکنه باشه. پس حواستون باشه ممکنه از اینترنت یه سری دیجیتال اسست بگیرین که قدیمی تر باشه، فرمتش OTLs باشه و OTL باشه، ببخشید اس نداره، هیچ مشکلی نداره. اونا رو هم هودینی میشناسه، ولی شما وقتی از فرمت از هودینی های جدید استفاده میکنید خودش به HDA ذخیره میکنه. اینجا من اینو تغییر میدم فعلا برای اینکه ببینیمش. یه جای رو هارد میگم بریزه، مثلا اینجا اسمشو میذارم همون JK Curvature CD. بهتر اینا رو سرهم بکنیم. دکمه accept رو میزنم، دوباره دکمه accept رو میزنم، پنجره edit operator type باز میشه که یک سری تنظیمات دیگه برای دیجیتال asset رو به ما میده و یک سری توضیحات هم میده که مثلا کجا ذخیره شده این دیجیتال asset. تو قسمت اول مثلا میتونیم اسم دیجیتال اسست رو تغییر بدیم، یا میتونیم یک آیکون براش مشخص کنیم. به صورت پیش‌فرض آیکونش همون آیکونیه که روی نود ساب نتورک میبینیم. مثلا شما ممکنه بخواید یک شکلی رو تو فتوشاپ بسازید،
اون دیجیتال اسست شما اون شکل رو نشون بده. مثلا اگر ابزار شما در مورد آتیشه، شکل یه آتیش به عنوان آیکونش استفاده بشه. تعداد ورودی ها و خروجی های دیجیتال اسست رو میتونید تغییر بدید که میرسیم بهش. و تنظیمات دیگه ای هم داره. قسمت پارامیتر خیلی شباهت به پنجره ادیت پارامیتر اینترفیس داره که قبلا باهاش کار کردیم، ولی یه فرق اصلی داره که اونو خدمتتون عرض میکنم. تنظیمات دیگه برای بحث‌های یه مقدار تکنیکی تر کار با دیجیتال اسست هاست. مثلا زمانی که شما یک سری دستورها یا اسکریپت هایی نوشتید که وقتی طرف میخواد از دیجیتال اسست شما استفاده کنه اون کد ها باید اجرا بشه، یا مثلا یک سری فایل های اطلاعات اضافی رو میخواین تو دل دیجیتال اسست ذخیره بکنید، مثلا یه عکسی یا یک مدلی رو میخواین تو دل خود دیجیتال اسست باشه، میتونید از این طریق اون اطلاعات رو بریزید. توی زمان این فیلم آموزشی با توجه حالا به کاربردهای یه مقدار پیچیده تری که این بخش ها دارن نمی گنجه که من بخوام همه اینا رو به شما بگم، ولی فیلم های آموزشی زیادی راجع به نحوه ساخت و جزئیات ساخت دیجیتال اسست وجود داره که میتونید تو اینترنت پیدا کنید و ببینیدش. خب کارتون اینجا که فعلا باهاش کاری ندارین، دکمه اکسپت رو من میزنم. الان میرم روی هارد. اون دیجیتال استی که ساخته بودیم با فرمت HDA اینجا ساخته شده. خب اولین تفاوت ساب نتورک و دیجیتال استی با سایر نودهای هودینی اینه که یک علامت قفلی کنارش میاد. یه سری نودها هستن در هودینی که شما داخلش نمیتونید برید. اینها نودهایی هستن که با زبان C++ در داخل خود هودینی شرکت نوشته و شما تو هودینی میتونید ازشون استفاده کنید. ولی یه سری نودها هستن مثل همین تست جیومتری ها که میبینید کنارش یه قفل داره. وقتی که قفل داره یعنی خود اون نود یک نود دیجیتال اسست، یعنی شما میتونید روش دوتا کلیک کنید برید داخلش. پس الان ببینید خود هودینی هم خیلی از نوت‌هاش دیجیتال استن، یعنی نوت‌هایی هستند که قابلیت ادیت دارن و شما میرید داخلشون میبینید چیکار انجام میدن. نود شما هم همین قفل داره چون دیجیتال است. فقط فرقش اینه که این قفل قرمزه ولی برای اینها خاکستریه. دلیلش اینه که این دیجیتال استت هایی که وجود دارن و این دیجیتال استی که شما تو پروژه های دیگه خودتون ساختین استفاده میکنید پیش‌فرض هودینی اونها رو لاک کرده که طرف اشتباهاً نره توش تغییراتی بده اون ابزار خراب بشه. وقتی هم که داخلشون میرید نوت‌هایی که لاکن خاکستری توشون رو میتونید ببینید، یعنی اینکه قابلیت اصلاح نداره. مثلا من نمیتونم دیلیتش بکنم، خودش میگه دسترسی ندارید یا پارامیترها رو نمیتونم تغییر بدم. وقتی برای شما اون علامت قفلش قرمزه یعنی این قابلیت تغییر یا اصلاح رو داره. من اگه روش برم اینجا میتونم تغییرات دوباره توی این دیجیتال استم بدم. حالا نکته که وجود داره اینه که اینهایی هم که لاکن اگر راست کلیک کنید دکمه الو ادیتینگ آف کانتنتس رو بزنید قفلش قرمز و باز میشه، میتونم حالا برم داخلش تغییرات بدم. الان مثلا همین دیجیتال استی که این شکل داره به شما نشون میده و یه گزینه اد شیدر هم داره، برید داخلش کاملا مشخصه چطوری کار میکنه. من کنترل بی رو میزنم میرم داخل. یه نود فایل داره که مدل اون شکل رو میخونه. یه نتورک شاپه که هنوز به متریال ها نرسیدیم، توش که بریم متریال آبیه و اون تکسچره رو که اونجا میبینید و اینجا ساخته. بعد یه نود متریال اینجا آورده که اون متریال اعمال میشه به اون مدل. یه نود سویچ آورده که مشخص میکنه آیا نتیجه کار رو با متریال میخواییم ببینیم یا بدون متریال. نود سویچ هم لینک داده شده به همین اد شیدر. وقتی من اینو خاموش بکنم ورودی اول میاد پس هیچ متریالی اعمال نمیشه. وقتی تیکو میزنم ورودی دوم میاد پس متریال اعمال میشه. و یه دونه هم نود ترانسفورم آورده که اندازه ها رو تغییر میده، مثلا همین اسکیلی که اینجا میبینید و اینجا هم داره، یا این ترانسلیتی که میبینید اینجاست. و نودهای دیگه هم به همین ترتیب. حالا این نود یه مقدار پیچیده تره ولی روش فکر میکنید و خودتون میفهمید که دقیقا چه کاری انجام میده. خب حالا ما این دیجیتال اسست رو ساختیم. تفاوت دومش با ساب نتورک اینه که اگر از این به بعد من کلید تپ رو تو این پروژه بزنم
با زدن کلید تب یه بخشی اضافه شده به اسم دیجیتال اسیتس و توش دیجیتال اسیت منو آورده. پس الان ببینید این ابزاری هم که ما ساختیم شبیه سایر نودهای هودینی توی این دسته‌بندی اضافه شده. از این به بعد خیلی راحت مثلا من یه جای دیگه تو پروژه میام یه ژیومتری نتورک میارم، یه دونه مدل میارم، مثلا این شکل رو میارم، بعد میخوام اونو بیارم. اگر دیجیتال اسید نبود مجبور بودم این نودها رو کپی کنم بیارم اینجا پیست کنم، ولی الان چون دیجیتال اسید من میام دیجیتال اسید رو میزنم، میگم اون ابزاری که قبلا ساختم رو میخوام. الان ببینید اینجا قفل دیگه بسته است چون دیگه از تو منو آوردیم و ورودی خروجی هامون هم یه دونه شده، چون ما فقط از یه ورودی استفاده کردیم، خود هودینی میفهمه که احتیاج به یه ورودی داره. خب اینو من اعمال میکنم به این ابزارمون و همون کار رو داره انجام میده. حالا اگر من بخوام اینو اصلاح کنم دوباره راست کلیک میکنم، Allow Editing of Contents رو میزنم. فقط یه نکته وجود داره این وسط. ببینید چون دیجیتال اسید دیگه روی هارد ذخیره شده، یعنی توی این فایل، وقتی من بیام اینو راست کلیک کنم Allow Editing of Contents رو بزنم برم داخلش یه تغییر تو این بدم، مثلا این عدد بکنم 500، دیجیتال اسید های دیگه‌ای که من تو پروژه جاهای دیگه میخوام استفاده بکنم عددشون همون چیزی که اول براش مشخص، یعنی 1000، یعنی اگه من اینو دوباره راست کلیکم قفلشو باز کنم همون 1000، این 500 تو اونها اعمال نشده و این یه مزیته، به این دلیل که ممکنه توی یه سری پروژه‌های خاص بخون یه تغییراتی تو دیجیتال اسیدتون بدین که فقط تو اون پروژه به درد می‌خوره، دیگه اون دیجیتال اسید رو بقیه تاثیر نمیذاره. فرض کنید که شما 4 تا پروژه ساختین، تو 4 تاش از این ابزار استفاده کردید، هر 4 تا پروژه داره از رو هارد این ابزار رو میخونه، تو یه دونه از این 4 تا پروژه شما میخوان عدد 1000 رو تغییر بدید یا یه نود این وسط اضافه بکنی که یه کار دیگه هم برای شما انجام بده. اگر قرار بود نتیجه رو یه زرد بیاد توی این ذخیره کنه، اون 3 تا پروژه دیگه تحت تأثیر قرار میگرفتن و دیگه اون دیجیتال اسیدشون میومد این جدیده رو میخوند و این به مشکل شما میخوردید. برای همین هودینی قابلیت رو گذاشته که وقتی لاک یه چیزی رو باز میکنید فقط توی اون نود بتون تغییرات اعمال کنید. اما خب یه وقتایی هم هست که مثلا دیجیتال اسید ما یه مشکلی داره، تو 4 تا یا تو 50 تا پروژه دیگه هم ازش استفاده کردیم، حالا میخوایم اون دیجیتال اسیت رو یه اصلاح روش بکنیم و نتیجه اصلاح رو توی این فایل اصلیش هم لحاظ بکنیم که تمام اون 50 تا پروژه بیان از این دیجیتال اسیت جدیده استفاده بکنن، اصطلاحا همهشون آپدیت بشن. دیگه نمیخواد برید تو تک تک 50 تا پروژه راست کلیک کنید بعد مثلا برید داخلش اون ادیت رو انجام بدید. کاری که میکنید چیه؟ میایین تغییرات رو اعمال میکنید، مثلا من یه چیزی یه قابلیت دیگه میخوام حالا به این دیجیتال اسید اضافه کنم، مثلا همین اسکدری که گفتم اینجا یه اسکدر میارم، بعد میگم که فقط به رنگ اسکدر اعمال بکنه، ریلکس هم نمیخوام. خب بعد یه دونه نود سویچ میارم اینجا اعمال میکنم، ورودیشو میدم به اسکده، بعد میام بالا. حالا میخوام یه پارامیتری اینجا بذارم، یه تیکی بذارم که مشخص بکنه که آیا خروجی من میخوام به صورت نقطه باشه یا میخوام همون مدل رنگی باشه. خب برای اضافه کردن پارامیتر ما قبلا میدونستیم که باید بیام اینجا ادیت پارامیتر اینترفیس رو بزنیم، اما نکته که وجود داره اینه که زمانی که با دیجیتال اسید کار میکنید اگر قرار پارامیتری اضافه بشه که بعداً تو فایل اصلی هم ذخیره شه، نباید بیاین دیگه از این پنجره ادیت پارامیتر اینترفیس معمولی استفاده بکنید. اینجا بعد بیاین راست کلیک کنید گزینه تایپ پراپرتیز رو بزنید. تایپ پراپرتیز همون پنجره اولیه دیجیتال اسید رو باز میکنه. میاین تو بخش پارامیتر، اینجا همون بخشیه که عرض کردم یه فرقی با پنجره Edit Parameter Interface داره. فرقش همینه که اگر از اینجا ابزاری شما بسازین داخل خود فایل دیجیتال اسید اون پارامیتر رو اضافه میکنه. خب من توی این لیست یه تاگل اضافه میکنم،
بعد اسمش هم مثلا میذارم display PT که مخفف point cloud میشه. بعد دکمه accept رو میزنم. خب اینجا پارامیتر اضافه شد. اینو راست کلیک میکنم، کپی پارامیتر رو میزنم، میرم داخلش، برای سویچ پیست ریلیتیو ریفرنس رو میزنم که این به اون لینک بشه. حالا اگر من این تیک رو بزنم نتیجه پوینته، نزنم خود مدله، اما هنوز داخل اون فایل ذخیره نشده. اگر من یک ابزار جدیدی دوباره بیارم، ببینید این گزینه هست. چرا هست؟ چون تو اون پنجره ما ساختیم، اکسپت کردیم، سیف شد تو اون فایل، ولی کار نمیکنه. چرا؟ چون تغییراتی که ما اینجا دادیم اینجا لحاظ نشده. بله، ببینید الان اون پارامیتری که لینک کردیم اینجا اعمال نشده. خب اینجا من یه کار دیگه هم بکنید، راست کلیک کنید، سیف نوت تایپ رو بزنید. وقتی که این کار رو میکنید خیالتون راحته که هر تغییری اینجا دادی تو اون فایل اصلیتون هم دیگه ذخیره شده. حالا من همون ابزار مجددا میارم، اینو به این اعمال میکنم، همونطور که میبینید این گزینه رو داریم و کار میکنه. الان اگه من از این نتورک بیام بیرون، برم تو نتورک اصلی، این ابزار قدیمیه منه، خب چون لاکش باز بوده اون تغییرات جدیده اعمال نشده. یا باید بیام اینو پاک کنم، یه ابزار جدید دوباره بیارم که اون تغییرات بهش اعمال شده باشه. به این صورت. حالا من اون مدل قبلیه رو هایت کنم که نبینیم. به این صورت. یا اگر بخوام همین نوع جوری بشه که از اون تغییرات استفاده کنه، راست کلیک میکنم، گزینه Match Current Definition رو میزنم. اینو که بزنی این نود اون تغییرات جدیدم لحاظ میکنه. حالا یه وقتایی هست ما لازمه که از این حالت مچ استفاده بکنیم، نیام یه نود جدید بسازیم. چرا؟ چون ممکنه مثلا اون دیجیتال اسست ما 50 تا پارامیتر داشته باشه، یه سری تنظیمات مخصوص بهش داده باشیم، عدد داده باشیم. اگر یه نود جدید بیارم تنظیمات پیش فرض میاد، بعد دوباره دونه دونه باید بیام این عدد رو اونجا کپی کنم. خب این یه کار اضافیه. پس من میام اینجا مچ رو میزنم که همین نود با تمام تنظیماتی که من جدیدم بهش دادم استفاده بشه، ولی فقط اون تغییرات نود جدید لحاظ بشه توش، که به این صورت شده. خب من این پروژه رو سیف میکنم، حالا یه پروژه دیگه باز میکنم. اینجا یه دونه مدل تست دیگه میارم، یه جیومتری نتورک، میرم داخلش تست. خب اینجا راست کلیک میکنم، دیجیتال اسید الان وجود نداره. چرا؟ چون دیجیتال اسید ما رو هارد ذخیره کردیم، تو پروژه های جدید باید اینستالش بکنی. برای اینستال کردنش میرین تو حالت اسید، اینستال اسید لایبرری، این دکمه رو میزنید، آدرسش رو بهش میدید، دسکتاپ HDA این فایل ما بود. خودش هم گفته این فرمت ها را قبول میکنه که OTL فرمت قبلیش بود. این LNC و اینا هم که قبلا گفتم برای هودینی هایی که لایسنسشون کامرشیال نیستن اکسپت میکنی. گفتش که الان اینجا داره به من یه اطلاعاتی میده، میگه دیجیتال اسست شما اسمش اینه و تو محیط ساب قابل استفاده، جز نوت های ساب. ساب همین نوت های ژئومتریه. تب رو میزنم، من یه بار دیگه اینو فکر کنم تاییدش نکردم، آدرس رو دادم، اینستال رو میزنم، الان اومد. حالا همون نود رو توی پروژه دیگه دارم ازش استفاده میکنم که همون تنظیمات رو داره. و چون خود این دیجیتال اصلا تو فضای ژئومتری جزء نودهای ساب ساخته شده، ما هم اینجا بهش دسترسی داریم. مثلا اگه بعداً با نتورک های دیگه مثلا متریال کار کنید، تب بزنید، اونجا این دیجیتال اصلا اضافه نشده، چون جنسیت ابزار شما مربوط به ژئومتری نتورکه. نکته دیگه این که اگر من الان یه پروژه دیگه ای هستیم، مثلا حالا آنتایتل فلان سیوش نکردم، اگر من اینجا بیام الور رو بزنم، برم داخلش الور ادیتینگ اف کانتنت، اینجا یه تغییر دوباره بدم، مثلا کالر به این نقاط یه رنگی بدم، مثلا بکنم ایشون آبی،
بعد بیام بیرون، الان نقاط آبیه، اینو اگر بیام سیو نوت تایپ رو بزنم، این تغییرات تو دل اون فایل الان ذخیره شده. حالا اگر برگردم تو پروژه های دیگه که از این ابزار استفاده کردم، مثل اون چیزی که ذخیره کردیم روها، اینجا برید داخلش میبینید اون تغییرات جدید که توی یه پروژه دیگه تازه روی دیجیتال اسست اعمال کرده اینجا هم لحاظ شده. پس این شد یه ویژگی خیلی خوب تو پروژه های بزرگ که چندین نفر دارن روی یک پروژه کار میکنن، این خیلی کاربرد داره. فرض کنید شما توی مثلا بخش آرندی شرکت دارید کار میکنید، یه ابزاری رو ساختید، توسعه دادید، بعد 50 نفر دارن از ابزار شما استفاده میکنن، بعد ابزار شما یه سری باگ داره، یه ایراداتی داره که کاربرا بهتون گفتن، بعد شما فقط کافیه بیاین اون یه دونه از این دیجیتال استا رو باز کنید تو هودینی، تغییرات رو اعمال کنید تا اون باگ ها از بین بره، رو خود فایل اصلی ذخیره کنید، بعد آرتیست های جدید فقط بهشون بگید که مثلا اون مچ کارنت دیفاینیشن رو بزنن، همین که اونو بزنن تمام دیجیتال استا هایی که تو تمام پروژه استفاده شده آپدیت میشن و از این فایل جدیدتون استفاده میکنن. خب حالا بریم سراغ این که چطوری یه دیجیتال اسست رو توسط هودینی انجین تو نرم افزارهای دیگه مثل نرم افزار مایا که من تو این فیلم براتون میگم وارد کنیم. خب این کاری که قبلا اول جلسه نشونتون دادم رو تبدیل به دیجیتال استش میکنم. خب ورودی ها و خروجی ها رو مشخص میکنم. یه ورودی من ورودی اصلیمه که سطحیه که قرار روشون مدل ها اسکدر بشن، اسمش هم مثلا میذارم گراند. مثلا سه تا ورودی فرعی دارم که مدل های جانبی هستند که قراره کپی بشن، مثلا یه دونه نول میذارم اسمش رو میذارم جو یک، بعد ازش کپی میگیرم به اینا میدم و حالا اینم که خروجی منه. تمام اینا رو انتخاب میکنم ولی با ورودی ها کاری ندارم. شیفت و سی رو میزنم، تبدیل به ساد نتورک شد. الان از 4 تا ورودی دارم استفاده میکنم. خب داخلش که بریم همون نودایی که داریم هستن، اینا رو یه ذره میتونیم مرتبش بکنیم. خب حالا مرحله بعدی یه اس بود، مثلا اسمش رو میزنم جک سکدر. بعد کار بعدی اسم قرار بود بدیم، اسم اینو میذارم مثلا این گراند جو A جو B جو C. بعد کار بعدی که میکنیم میخوام پارامترهای مهم رو بیاریم بکشیم بیرون. پنجره ادیت پارامتر اینترفیس رو باز میکنم، اینا رو اینویزیبل میکنم، این پنجره رو باز نگه می‌دارم، میرم داخل. یکی از پارامترهای مهممون تعداد نقاط هم که قراره مدل کپی بشه، میتونیم یه اسمی هم بدیم مشخص بشه، مثلا number of copy یا حالا هر چیزی. این عددی هم که اینجاست وقتی به این لینک میدید عدد پیشفرض شما دیگه میشه، یعنی وقتی دیجیتال استش بکنید، طرف وقتی دیجیتال استو میسازه عدد پیشفرضش دیگه 50ه که شما تو قسمت چنلز میتونید اینو عوض کنید. مثلا اگه من اینو بکنم 100، هر وقت نود جدیدی از این دیجیتال اسست ساخته میشه تو هودینی عدد پیشفرض 100ه. مثلا همین نود اسکدر اگر شما بیارید عدد پیشفرض این 1000ه. وقتی دیجیتال اسست بشه این عدد شما جایگزین میشه که حالا نشون میدم. الان مثلا من اینو میکنم منش 725 از اینجا. خب بعد پارامیتر مهم دیگه یه دونه این گلوبال اسکیل، اینو میکشم بیرون که اسمش رو مثلا میذارم گلوبال اسکیل. از یه دونه از این رندها میخوام استفاده کنم، اینو پاک میکنم از اون روشی که سریع تره از این، منتها یه مقدار میخوام جالب ترش بکنم. این پارامیترهای مین و مکس رندومم رو میخوام بکشمش بیرون. پس توی ویکس جلسات قبل گفتم اینجا باید بنویسیم چنل یه دونه گیومه، مثلا اینا رو میزنیم اسمشو مین، بعد اینجا دوباره چنل
اس بهش میدیم، مکس، گیومه، میبندمش. این دکمه رو میزنم، مینو مکس اینجا اومد، اینو میدم نیم، اینو میدم یک و نیم. اینا رو هم پروموت میکنم اینجا، مین مکس، که یه اسم مشخص تر میدیم، مین اسکیل مکس اسکیل، که عدد دیفالتشون نیم و یک و نیمه، چون اینجا مشخص کردم. اکسپت میکنم. یه دونه نود آوتپوت هم که گفتیم بدیم خوبه، چون بعدا اگر حواستمون نباشه دیسپلی فلگ جای دیگه باشه مشکل ایجاد نمیکنه. این پارامترهای ماست. گلوبال اسکیل رو کم و زیاد میکنم، داره کار میکنه. تعداد نقاط مثلا 100 یا مثلا 500، که حالا من برش میگردم رو 75. مینو مکس اسکیلمون رو تست میزنم، اینو میدم 1، اینو میدم 3، و اینم داره جواب میده. و ورودی هامون هم که مشخصه. حالا راست کلیک میکنیم، تایپ پراپرتیز رو ببخشید کرییت دیجیتال اسست رو میزنیم، اسمش رو درست میکنم و یه جایی ذخیره میکنم که بدونم کجاست، مثلا تو همون جای قبلی. اکسپت، اکسپت. اینجا هم کار خاصی نمیخواد، اکسپت. خب یه تست میگیریم، من راست کلیک تب رو میزنم، ابزار من دو تا ابزار دارم، اینم که قبلا ساختم، این جیک اسکدر رو میارم. ورودی اول گراندمه، این سه تا مدل هم میدم به ورودی های دیگه و ابزار من داره کار میکنه. اون عدد پیشفرض ها هم براش در نظر گرفته شده. حالا این ابزار رو میخواییم ببریم تو نرم افزار مایا، اونجا ازش استفاده بکنیم. کاری که میکنیم اینه که وقتی هودین انجین رو مایا نصب شده و مطمئنم هستید که تیک پلاگینش خورده تو قسمت پلاگین منیجر نرم افزار ما، یا حالا با هر نرم افزاری که کار میکنید اونجا باید ببینید که این فعال هست یا نه. این هودینی انجین باید فعال باشه، که الان هست. یه منیو اینجا اضافه میشه به اسم هودینی انجین. لود اسست رو میزنم، آدرس اون فایل OTL هم رو میدم، تو HDA بود، جیک اسکدر اونم که قبلیه، من میخوام از این استفاده کنم. اوپن رو میزنم. خب این ابزار من اینجا لود شد، یه اروری هم میده، میگه که این ابزاری که شما ساختید هیچ اطلاعات ژئومتری نداره و این اشکالی نداره. درسته، به این دلیل که این اتفاقی که تو مایه افتاده مثل اینه که ما اینجا یه دونه OTL بیاریم، حالا OTLی که استفاده کردیم، هیچ ورودی بهش نداده باشیم. تو خود هودینی هم ارور رو میگیرید، میگه که هیچ ورودی واسهش مشخص نشده، تعریف نشده. خب میریم سراغ نرم افزار مایا. اگر اینجا دقت کنید پارامترهایی که اونجا ساختید اینجا هم همشون هستن، فقط اینجا چند تا پارامتر اضافی میبینید. اینها ورودی های شما با همون اسامی که براش تعریف کردید، که تو نرم افزار مایا چون حالت نود بیس شبیه هودینی نیست، تو هودینی ما وقتی میخوایم ورودی بدیم این مدل رو وصل میکنیم به ورودی ها، تو نرم افزار مایا از این پارامترها برای مشخص کردن ورودی ها استفاده میکنیم. اینجا هم که نوع اسستتون رو گفته و جایی که اسست داره ازش خونده میشه. یه دکمه سینک اسست هم دارید، این برای زمانیه که مثلا شما اینجا اومدید دوباره یه تغییراتی توش دادید، سیو کردید تو خود فایل دیجیتال اسستتون، بعد اونی که تو مایا استفاده کردید میخواین این تغییرات جدید رو بگیره، این دکمه رو میزنید. فقط یه وقتهایی باگ داره، ممکنه مایا کرش بکنه. معمولا اگر میخواین این کار رو کنید بهتره که مایاتون پروژه جاریتون رو ببندید، اول اون دیجیتال اسستتون رو از توی هودینی ذخیره کنید، بعد دوباره پروژه رو باز کنید. یه وقتهایی من تو پروژه دیدم که مایا کرش میکنه. خب پنجره آوتلاینر مایا رو باز میکنم، این نود اینجا هستش که با همون اسمی که ساختیم. خب یه سطح زمین میخوام، این مثلا سطح زمینه من، یه گرید تو نرم افزار مایا میارم، یه ذره بزرگش میکنم، بعد میتونیم این مقدار برجستش هم بکنم. ابزار اسکارپ تو انتخاب میکنم، بیو میگیرم، یه ذره کوچیک میکنم شاید تاثیر گذاریش رو، حالا شدتش خیلی زیاده، یه ذره
دو تا کلیک میکنم تو تول باکس. حالا اینجا آموزش نرم افزار مایا رو نداریم، ولی خب من فقط در حدی که بتونیم تست بزنید اینا رو میگم. اینو مثلا قدرتش رو میکنیم 5، یه مقدار ساعت رو برجسته میکنم، بعد یه مقدار نرمش میکنیم توی مش، اسموس بهش میدم، یه همچین حالتی شد. حالا اینو قرار هیستوریش هم پاک میکنیم. حالا نرم افزار مایا چون یه نرم افزار کاملا پرسجورال نیست، وقتی هیستوری داشته باشه این مقدار کنتر میشه کاراتون. خب حالا اینو چجوری به این مدل بگیم به عنوان این گراند استفاده کن؟ اینو انتخاب میکنید، کنترل رو میگیرید، نود رو انتخاب میکنید، ست تو سلکشن رو میزنید. این یه راهشه. راه دیگه هم اینه که اسم شیپ رو از اینجا کپی کنید، اینجا دستی پیست کنید. خب این شد مدل اولمون. سه تا مدل دیگه میخوایم که کپی بشه روش. یه دونه کره میارم، بعد یه دونه مکعب، یه دونه مخروط. کره رو انتخاب میکنم، نود رو انتخاب میکنم، این به عنوان شکل A هم استفاده شه. مکعب رو انتخاب میکنم، نود رو انتخاب میکنم، این شد مدل بی من که مکعبه، و مدل آخر منم که مخروطه. همونطور که میبینید الان شکل ها اومد. این سه تا شکل رو دیگه نمیخوامش، یا هیدنش میکنم، کنترل H رو میزنم، یا تو لایه میندازم. اینم میندازم توی لایه. خب دقیقا همون نتیجه هودینی رو گرفتیم. حالا یه مقدار اینا کوچیکن. اون پارامیتر گلوبال اسکیلی که اینجا داشتیم اینجا به درد ما الان میخوره. میریم سراغ نرم افزار مایا، کنترل A، تنظیمات نودمون، گلوبال اسکیل رو مثلا میکنم 1. بعد یه پارامیتر ساخته بودیم، تعداد کپی ها بود، مثلا میگم 25 تا کپی بگیر یا 100 تا کپی بگیر، 175 تا مثلا کپی بگیر. اون رنگ ها هم که میبینید از اونجا با خونده شده به عنوان ورتکس کالر تو نرم افزار مایا استفاده شده. مینو مکس اسکیلمون رو میتونیم کم کنیم، مثلا بین 0.1 تا 1 باشه. پس الان دیدید دقیقا قدرت هودینی انجین توی چیه. ما یک ابزاری رو توی هودینی ساختیم، با تمام پارامیترها آوردیم توی مایا، و تو مایا میتونیم تک تک پارامیترها رو تغییر بدیم تا به یک نتیجه دیگه ای برسیم. این همون روال کار پرسجورال مدلینگه. شما مثلا تو هودینی اگر یه ابزاری بسازید که یه خونه رو با پارامیترها بسازه و کنترل کنه، میتونید اونو به عنوان یک ابزار بیاریم تو مایا یا تو سینما 4D یا تو یونیتی، مهم نیست چه نرم افزاری، هر نرم افزاری که هودینی انجین رو ساپورت کنه، تمام اون پارامیترها رو اونجا هم شما دارید، که اینجا هم جنسشون همون جنس پلیگان نرم افزار مایا است، خیلی راحت هم میتونه رندر بشه. نکته‌ای که هست اینه که الان در حقیقت خود نرم افزار هودینی پشت پرده گفتم داره این کار رو انجام میده، نتیجهش رو میاره تو ویوپورت مایا. پس ارورهایی اگر تو کار باشه، مثلا اینجا ارور بگیرید، معمولا ارورها همون ارورهایی که دقیقا هودینی میده و با همون اسامی هم هست. خب حالا یه ابزار یه مقدار پیچیده‌تر می‌خوایم بسازیم که یه حرکتی هم داشته باشه، بعد اونو تو نرم افزار مایا بیاریم و ببینیم به چه صورت نمایش میده و پارامیترها به چه صورت وارد میشن. که این فقط یه مثال کوچیک بود که چجوری یه دونه دیجیتال اسید بسازیم و توی حالا نرم افزار دیگه ازش استفاده کنیم. خب من این کارو توی یوتیوب پیدا کردم که ظاهراً با یونیتی همون حالت پلکسوزی که با هم کار کردیم و در آوردن. همونطور که میبینید فرقش اینه که منطق که همونه بر اساس فاصله است، ولی خب این با توجه به پارتیکل سیستم انجام شده. چیزی که من احساس کردم تو این تمرین جالبه اینه که ما گفتم هنوز پارتیکل سیستم رو تو هودینی کار نکردیم، ولی خب این برام فکر میکنم چیز جالبه باشه که بیایم یک تمرین دیگه ای باز انجام بدیم، بدون اینکه از سیستم پارتیکل پیشفرض هودینی استفاده کنیم، خودمون یه سیستم پارتیکل حالا خیلی ساده تر بسازیم که بتونه این افکت رو ایجاد بکنه، اونو تبدیل به دیجیتال استش بکنیم و بجز خود هودینی ببریم تو نرم افزار مایا و ببینیم چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا این بحث رنگ و نوع شکل پارتیکل ها
باش کاری نداریم. فعلا هدف اینه که یه چیزی شبیه اینو در بیاریم که البته تمرین خیلی سختی نیست. یعنی میدونم که خودتونم اگر من نگم ولی روش فکر کنید خیلی راحت میتونید اینو در بیارید. فقط الان من چون دنبال یه تمرین اضافی تر بودم برای بحث دیجیتال اسید، این تمرین رو براتون انتخاب کردم. اولین قدم اونی که حالت پارتیکلش رو در بیاریم، یه اسفیر میارم به عنوان حالا سورسی که قرار ازش پارتیکل جنریت بشه، یه نود ترانسفورم میارم شبیه همون کار یه انیمیتی من به این کره میدم، آلتو میگیرم، کی فریم میزنم، مثلا فریم 240 جا به جاش میکنم، بعد دوباره کی فریم میزنم، بعد مثلا توی این فریم این بره بالا یه ذره بیاد این ور، دوباره کی فریم میزنم و همینطور الاخر. خب یه همچین حرکتی رو بهش دادیم. خب یه دونه نود اسکدر میارم که سورس نقاطیه که ازش پارتیکل قراره پخش بشه که این است. حالا تعدادش رو فعلا میکنم 50. یه دونه نود سالور میارم که با هم کار کردیم، به ورودی اول میدم. نکته که وجود داره اینه که الان تو نود سالور یه دونه نود مرج میارم و به ورودی به یکی از ورودی های مرجم این اطلاعات فریم قبلی رو میدم، به ورودی بعدیش اطلاعات اون نقاطی که واردش میشن رو میدم. وقتی که این کار رو میکنیم داستانی که پیش میاد اینه که یه سری نقطه که از اول داشتیم تو هر فریم نقاط جدید وارد این فضای سالور میشه، جمع میشه با نقاط قبلی. یعنی تو هر فریم این نقطه جدیدا که هی دارن حرکت میکنن، هی اینا دارن اضافه میشن به خروجی سالور ما که این نتیجه رو میگیری. دیسپلی فلگ رو مرج میندازم و پلی میکنم. یه چیزی شبیه همون تریلی که کار کردیم و تونستیم با سالور بسازیم. خب این مرحله اول بود. مرحله بعدی اینه که یه حرکت این پارتیکل ها داشته باشن. خب اینم جلسه قبل کار کردیم. یه دونه پوینت واپ میارم. بعد اسمش رو مثلا میذارم add v noise. نویزی که برای ولاسیتی استفاده میکنه. میریم داخلش. کرل نویز گفتم نویز مناسبی برای ولاسیتیه. پوزیشن رو بهش وصل میکنم. یه نود اد میارم. میگم هر ولاسیتی که اینا دارن نتیجهش جمع بشه با اون نویزی که این داره ایجاد میکنه. نویزمونم بعد نوع سبودی باشه که خودش سبودی هست. برای اینکه با ولاسیتی داریم کار میکنیم. خروجی بره توی ولاسیتی نهاییمون. خب این الان هیچ اتفاقی نمیفته. بیرون سالور این تیکه فلگ این پینو میزنم که لاک بشه ویو خارج از سالور، چون نتیجه سالور رو همیشه بیرونش باید ببینیم نه داخلش. اینم قبلا عرض کرده بودم. خب الان هیچ اتفاقی نمیفته چون هنوز از ولاسیتی استفاده نکردیم. یه رنگل میارم که نوع پوینت، یه فرمول براش میسازم. اینم میدونیم چیه دیگه، پوزیشن به علاوه مساوی بردار وی سمیکولون کنترل اینتر. الان وقتی پلی میکنی اینا دارن حرکت میکنن، منتها میزان نویز خیلی زیاده. فعلا من این دامنش رو پروموت میکنم، عددش رو میدم 100 و پلی میکنم. خب این الان داره نتیجه میده، دقیقا همون کاری که میخواستیم رو داریم انجام میدیم. مرحله بعد اینه که میخوام یه طول عمری براشون مشخص کنم که اینا از یه حدی به بعد که میرن یه بمیرن پارتیکل ها، تا آخر اینجوری نمونن تو فضا. پس از ایج استفاده میکنیم که جلسه قبل باز گفتم. اول بیرون سالور ایج رو میسازم و یه عدد پیشفرض میدم. ایج از نوع فلوت باید باشه، اد ساین ایج مساوی است با عدد صفر رو فعلا توش میزنم، کنترل اینتر.
اینجا هم اسمش رو درست میکنیم add age. میریم داخل solver. این رنگل کارش چی بود؟ compute p پوزیشن رو محاسبه میکرد، یه رنگل دیگه برای محاسبه age میاره. خب عمر پارتیکل هرچی جلو تعمیرن باید بیشتر بشه، فرمولش بود age که حالا اینجا بهتر نوعم مشخص بکنم، چون فلوته مشخصم نکنید اینجا خودش مشکلی نداره، بهتر عادت بدین خودتون نوع مشخص بکنید. بله به مساویه جلسه قبل گفتم که از تایم اینک استفاده میکنم که اوتوماتیک خودش کاری بکنه که تو فریم مثلا 24 اگر فریم 24 اونشون بشه 1، یعنی 1 ثانیه. اینجا هم میزنم H. خب یه چک میکنیم، پلی میکنیم، پنجره اسپریتشیت رو باز میکنم، age رو میارم و داره کار میکنه. خب عمرشون اضافه میشه هرچی میذاره. حالا برای پاک کردنشون، یعنی اگر عمرشون از یه حدی گذشت بمیرن، تو خود این میتونم همین استفاده کنم، یعنی فرمول وکس اینجا بنویسم، میتونم نود دیلیت بیارم، اکسپرشن براش بنویسم، مثلا بنویسم نقاط رو پاک کن بر اساس اکسپرشنی که من میگم، دستورم هم هست، اگر age بزرگتر از 1 ثانیه بود پارتیکل ها رو از بین ببر، که من اینو پلی کنم همون اتفاق میفته که هرچی عدد 1 رو بیشتر کنم طول این مسیر پارتیکل ها بیشتر میشه، چون پارتیکل ها دیرتر میمیرن دیگه. خب یه چیزی که بهتر الان انجام بدیم اینه که تو هر فریم که یه دونه یه دونه بریم جلو، موقعیت اولیه نقاط روی کرمون یکسانه تقریبا. بذاریم من ببینم. آره، برای اینکه خب پوینت ها رو پریمیتیو ها چسبیدن، اینجا اگه سید رو عوض کنم جاشون عوض میشه، بهتر اینجا یه دالر ساین تی بزنم که تو هر فره موقعیت هاشون هی رندوم عوض بشه. این باعث میشه که نتیجه اون پارتیکل هایی که دارن قشنگ تر بشه. ببینید اگه من اینو پاک کنم، تعداد رو مثلا بکنم 200 تا، موقتاً فعلا بزنیم ببینم نتیجه دیده میشه یا نه. من حرکت رو ازشون بگیرم، وقتی پلی کنم ببینید خیلی منظمن همه پارتیکل ها، چون موقعیت مثلا این نقطه ای که اینجاست تا آخر همونجا یه رد از خودش باقی میذاره. ولی اگه این دالر سانتی رو من اضافه بکنم، چون هی موقعیت نقاط ورودی داره عوض میشه، یه مقدار رندوم بیشتری میدیم به پارتیکل ها. بله اینجا هی جاشون تون تون داره عوض میشه. حالا پی رو من اضافه میکنم، هر محاسبه بشه پی، و عمرشون هم که به این صورته. خب حالا توی این کار اگر دوباره ببینید یه رنگی هم داشتن این پارتیکل ها دیگه. من اینجا یه دونه پوینت واپ میارم، اینتر، خروجی سالور رو بهش میدم، اینجا مثلا میزم سی دی، میرم داخلش یه دونه رمپ پارامیتر، ایج رو میدم به ورودی رمپ هم، خروجی رمپ رو میدم به سی دی، و یه رنگی براش مشخص میکنم. مثلا اولش این نقطه مشکی میشه شروعمون، اولش مثلا رنگ زرد یه ذره به نارنجی بخورش، ولیوش رو زیاد میکنم، میکنم 3. رنگ نهاییمونم که مشکی باشه، اینجا یه مقدار رنگ به قرمز نزدیک شه، ولیو 1، یه ذره قرمزش رو بیشتر میکنیم، اینجا قرمز رو باز بیشتر میکنیم، بذارم روشناییش رو بیشتر میکنم. خب یه همچین حالتی الان ایجاد شد. خب الان بحث ساب استپ رو میتونم بهتون بگم که چی بود، و تو داینامیک هم همین تعریف رو داره. ببینید توی زمانی که ما مثلا آبجکتی داشته باشیم که سرعت حرکتش خیلی زیاد باشه، الان ساب استپ من 1ه، یعنی تو هر فریم یک بار این محاسبات داخل سرور اتفاق میفته. حالا ببینید الان من فریم 62 هم، فرض کن این تو فریم 62 الان کره اینجاست،
فریم 61، فریم 60، 59، 58. چون سرعت کره اینجا زیاد بوده، تو فریم مثلا 58 که میخواد بره 59، یوهو اینجاست، فریم 59 میشه اینجا. و این وسط دیگه کره ای نبوده که بخواد محاسبات انجام شه، اینجا نقطه بخواد جنریت بشه. چون اینجا بوده فریم قبل، فریم بعد. به همین ترتیب فریم قبل، فریم بعد. چون سرعت خیلی زیاده. اما اولش چون سرعت کره کم بوده این اتفاق زیاد دیده نمیشه، چون فریم مثلا 11 اینجاست، 12 اینجاست، خیلی بازه حرکتیش کمه، یه مقدار محسوس هست ولی نه زیاد. ولی جاهایی که سرعت خیلی زیاد میشه این اتفاق میفته و این خوب نیست. خب ما سرعت کرمون هم که نمیتونیم کم کنیم، یه جایی هست مثلا میگیم با این سرعت میخوایم باشه، کاری که میکنیم اینه، به این نود سالور میگیم به جایی که تو هر فریم یک بار محاسبات رو انجام بده مثلا دو بار انجام بده. یعنی به فرض الان تو فریم 65، 64، 63، 62، 61، 60، تو فریم 60 که اینجاست، فریم مثلا 59 هم اینجاست، این الان یه فریم، این الان اینجا فریم قبل، فریم بعد. حالا اگر بگم نیم تا نیم تا، یعنی تو هر فریم دو بار محاسبه انجام بده، یعنی به جایی که این کره‌ای که اینجاست یهو بپره اینجا، این وسط اول قرار میگیره، یعنی نیم فریم رفت جلوتر، بعد یه فریم بعد میره فریم بعدی، دوباره اینجا به همین ترتیب، اول اینجاست، نیم فریم جلوتر میشه اینجا، فریم بعدی میشه اینجا. پس این گپ ها یا این فاصله ها رو ما پر میکنیم که یه ذره قشنگتر میکنه کارمون دیگه، این فضاهای خالی ایجاد نمیشه. یه فریم اینجاست، اگر بگیم فریم بعد برو میپره اینجا، ولی اگر بگیم نیم فریم برو جلو میاد اینجا، بعد میره اینجا. خب ساب استپ یکه. من الان ببخشید اینا هم بخوام نشون بدم، اینجا هم میتونیم ببینیم، من کره رو اینجا دارم، یه دونه مثلا نود تایم شیفت میتونید برای تست این داستان بیارید، تیکه اینتجر فریم رو بردارید که بتونید فریم های اعشار هم بدید، اینم پاک بکنید. الان فریم 59، فریم 60 پرید اینجا، من یه دونه نود مرج میارم، از این تایم شیفت یه کپی میگیرم، میخوام به صورت بصری نتیجه رو ببینیم. این یکی تایم شیفت رو میکنم 59، ببینید فریم 59، فریم 60، این وسط خالیه. این دقیقا همون دلیلیه که اون فاصله هوایی یا اون گپ بین پارتیکل ها ایجاد شده. ولی اگه من بیام بگم از فریم 59 یهو نرو 60، برو مثلا فریم 59 و نیم هم نشون بده، 59 و نیم، اون وسط پر شده. ساب استپ دقیقا همینه، مشخص میکنه بین دو فریم اصلی چند بار محاسبات اتفاق بیفته، که من اگر ساب استپ رو بکنم دو، یعنی در حقیقت الان دیگه فریم یک نمیپره دو، میره یک و نیم، دو، دو و نیم، سه. حتی تو اینجا شما چیزی نمیبینید، خودش در داخل خودش این اتفاق براش میفته. وقتی پلی کنید خیلی شکلتون نرمتره و اون فاصله ها کمتر شده، ببینید اصلا دیگه تقریبا نداریم. یه ذره اینجا باز شکل و شمایلش معلومه، میتونیم ساب استپ رو بیشتر کنیم، میکنیمش 5. ولی نکته که وجود داره اینه که وقتی ساب استپ زیاد میشه، چون محاسبات تو هر فریم دیگه 5 بار داره اتفاق میفته، پس نتیجه محاسبات کنتر میشه. خب پس تو داینامیک هم که بعدن کار کردید، تعریف ساب استپ همینه، تعداد دفعاتی که محاسبه تو هر فریم قرار اتفاق بیفته، و هر چی ساب استپ بیشتر باشه دقت محاسبات میره بالاتر، ولی از طرف دیگه سرعت محاسبات هم میاد پایینتر. پس همینجوری نباید ساب استپ هر عددی که دوست داریم بدین، فقط زمانی که لازم شد. معمولا وقتهایی که با آبجکت های خیلی سری سر و کار داریم نیازه که ساب استپ رو زیاد بکنیم. تو بحث داینامیک بعدن که کالیژن مثلا به پارتیکل ها میدید، اگر اون آبجکت کالیژنتون حرکت سریع داشته باشه مجبوری ساب استپ رو زیاد کنید. اگر مثلا یه کره‌ای داشته باشه که قرار ازش دود پخشه و کره‌تون متحرک باشه و سریع حرکت کنه مثل شهاب سنگ، اونجا مجبوری ساب استپ رو دوباره زیاد کنید، چون به مشکل میخورید. کاربردهای دیگه ای هم داره که بعداً انشالله باهاش آشنا میشید. فعلا مهم اینه که بدونید ساب استپ چیه و کارش و چه کاری انجام میده، که فقط در همین حد که ساب استپ بین هر فریم اصلی مشخص میکنه چند بار محاسبات اتفاق میفته، که الان بین هر فریم 5 بار اتفاق میفته.
یه مشکلی که الان وجود داره اینه که با اضافه کردن ساب استپ سرعت حرکت پارتیکل‌ها تغییر می‌کنه. وقتی ساب استپ 1 من پلی می‌کنم اون شکل خوبی که می‌خوامو داره. ولی وقتی ساب استپ رو زیاد می‌کنم که این مشکل فاصله بین این کره‌ها رو اون شکل کره‌ها رو از بین ببرم، هرچی عدد ساب استپ بیشتر میشه، سرعت حرکت پارتیکل‌ها بیشتر میشه. خب بریم ببینیم دلیلش چیه. ببینید اینجا که پوزیشن ما محاسبه کردیم، گفتیم پوزیشن به علاوه مساوی با ولاسیتی. خب این کارهایی که داخل سولور انجام دادیم تو هر فریم قراره چند بار اتفاق بیفته؟ وقتی ساب استپ 1 یعنی فقط یک بار. یعنی مثلا اگر اینجا به فرض ما حالا این وکتوره ولی ما فرض کنیم فلوته برای اینکه راحت تر متوجه بشید، اگر پوزیشن صفر باشه ولاسیتی 1 باشه، تو فریم صفر پوزیشن صفر یه دونه بهش اضافه میشه، میشه 1. بعد که میریم فریم 2 1 میشه 2، فریم 3 بریم 3 2 میشه 3. ولی وقتی ساب استپ رو به فرض من بکنم 2، یعنی تو هر فریم دیگه 2 بار این اتفاقات میفته طبق توضیحی که راجع به ساب استپ دادم. یعنی فریم 1 میره 1.5 بعد میره 2. حالا ما فریم 1 1 به علاوه 0 به علاوه 1 میشه 1، بعد میگیم فریم 1.5 دوباره میگیم 1 به علاوه 1 این دفعه شد 2، بعد میریم فریم 2 این دیگه 2 بوده، 2 به علاوه 1 میشه 3. پس تو زمانی که ساب استپ 1 بوده ما تو فریم 2 پیمون مثلا عددش بوده 2، ولی زمانی که ساب استپ رو کردیم 2 تو فریم 2 ما دیگه عدد 2 رو نداریم، عدد 3 رو داریم. حالا اگر ساب استپ رو من به فرض مثلا بکنم 10، یعنی تو هر فریم 10 بار این اتفاق میفته. پس دیگه تو فریم 1 مثلا بگیم این عددش 1، فریم 2 دیگه عدد این نمیشه 2، عدد این میشه 10، چون فریم 1 داریم بعد میشه فریم 1 و 1/10 این یه دونه بهش اضافه میشه، 1 و 2/10 یه دونه دیگه اضافه میشه، 1 و 3/10 یه دونه دیگه بهش اضافه میشه. همینجور میره جلو تا فریم 1.9 بعد میشه فریم 2، چون 10 بار این اتفاق افتاده پس 10 بار این عدد جمع میشه با پی و این باعث میشه که سرعت حرکت بیشتر بشه. برای حل این مشکل باز ما میریم سراغ همون تایم اینکی که تو جلسه قبل برای ایج گفتم. فرمول تایم اینکو جلسه قبل گفتم میشه 1 تقسیم بر فریم ریت، که اگر به فرض فریم ریت ما 24 باشه، وقتی به فریم 24 میرسیدیم تایم اینک میشد 1 ثانیه، چون 1 تقسیم چون 24 این فریمه، ببخشید چون فریم که شده 24 تقسیم 24 میشه 1. اگر تو فریم 1 باشیم، یعنی مثلا این بگیم 1 تقسیم بر 24 تقریبا میشه 400، که همینجا تو فرمول هم بخوایم بگیم میگیم فریم 1 1 تقسیم بر 24 میشه 400. خب این فرمول رو من اینو یکش میکنم، فرمول اصلیش میشه این، یعنی در حقیقت عددی که تایم اینک به ما میده بر اساس این فرمول میده، یعنی 1 تقسیم بر فریم ریت که حالا هر چیزی میتونه باشه، یا 24 یا 25 یا 30 بسته به تنظیم که شما میدید، تقسیم بر عددی که ساب استپ داره. پس اگر ساب استپ 1 باشه مثل تمریناتی که جلسه قبل انجام دادیم، ساب تایم اینک ما عددش همینه، چون 1 تقسیم بر 24 میشه این عدد، 24 این 400 تقسیم بر 1 میشه 400. ولی اگر من بیام مثلا ساب استپ رو بکنمش 5، دیگه تایم اینک من همین عدد نیست، عددش کمتر میشه، چون میشه این عدد تقسیم بر 5 که میشه 8000. و همین دلیله که هرچی دیگه ما بیایم ساب استپ رو بیشتر کنیم عدد تایم اینک کمتر میشه، و چون عدد تایم اینک کمتر میشه اگر من بیام اونو به عنوان ضریب وی استفاده کنم پس وی من شدتش کمتر میشه. پس اگر ساب استپ رو 10 برابر بیشترش بکنم وی منم 10 برابر کمتر میشه، اگر ساب استپ رو 2 برابر بیشترش کنم وی من نصف میشه، و تقریبا اون سرعت رو ما تونستیم ثابت نگه داریم. از طرف دیگه برای ایج هم مشکلی پیش نمیاد. حالت عادی
من اگر فقط می اومدم محاسبه می کردم که مثلا اون 400 صدومی که داشتیم و محاسبه می کردم به اینجا مثلا به جای این می دادم 400 صدوم، یعنی تو هر استپ 400 صدوم اضافه بشه که تو فریم 24 این بشه تقریبا 1. ولی وقتی که ساب استپ بکنم 10، یعنی این دفعه تو هر فریم 10 بار محاسبات ایج انجام میشه. پس این تو فریم 10 نتیجهش میشه 10، یعنی ایج به جایی که ببخشید تو فریم 24 به جایی که ایج ما 1 ثانیه باشه میشه 10 ثانیه، چون 10 بار این عدد بهش اضافه شده. ولی اگر اینجا ما از تایم اینک استفاده کنیم که کردیم، پس هر چی که ساب استپ بیشتر بشه تایم اینک کمتر میشه و این باعث میشه که بدون اینکه ساب بدون لازم باشه مهم باشه واسمون که ساب استپ چه عددی داره، همیشه خیالمون راحته که تو فریم 24 ایج باید تقریبا بشه 1 و از طرف دیگه سرعت پارتیکلامون هم ثابت نگه داشته بشه. این وسط فرمولش هم که اینجا براتون نوشته بودم برای دوستانی که میخوام بدونن این چجوری محاسبه میشه، که میشه 1 تقسیم بر فریم ری تقسیم بر ساب استپ، حالا هر عددی که داره همون کار اینجا انجام میدیم، میگیم V ضرب در @ time کنترل اینتر. خب تستش میزنیم، میگیم فریم اول پلی میکنیم. یه ذره الان کنده برای اینکه عدد ساب استپ خیلی زیاده، من اینو میکنم 5 که یه ذره سریع تر بشه. خب ببینید الان پارتیکل ها با این سرعت دارن حرکت میکنن، یه مقدار سرعتش رو بیشتر میکنم، اینجا دامنه رو مثلا میکنیم 25 صدم. خب الان یه همچین حرکتی دارن، باز یه ذره قوی ترش هم میتونیم بکنیم نویزمون رو. خب ببینید الان یه همچین حرکتی داره، حالا ساب استپ رو من تغییر میدم میکنمش 1. تقریبا اون نوع نویزمون یک نواخت میمونه توی نتیجه کار. ولی این نکته رو هم بگم، چه اینجا چه تو محاسبات داینامیکی این دلیل نمیشه که وقتی ساب استپ رو تغییر میدیم بگیم 100% باید همون نتیجه رو بگیریم که با ساب استپ های دیگه میدیم، چون محاسبات اعشار دارن. تو سیستم های داینامیکی ما محاسبات خیلی زیادی داریم، مثلا زمانی که با دود کار میکنید محاسبات ولاسیتی دارید، محاسبات نیروها دارید، بحث کالیژن دارید و تمام اینها هم عددهای دقیقی ندارن، همه اعشار دارن و اینها همه نتیجهشون با هم باعث میشه که با تغییر ساب استپ یه سری اختلافهای جزئی تو نتیجه کار ببینید. خب حالا تقریبا اون چیزی که میخواستیم انجام شد. من تعداد نقاط رو دیگه کم میکنم، میکنمش 10 تا نقطه، پلی میکنیم. خب حالا بریم سراغ بخش بعدی کارمون، باز من تعداد رو کمش میکنم، میکنم 2 تا نقطه. قرار بود که اون حالت پلکسوز رو ایجاد بکنیم. خب برای اینکه وقتمون گرفته نشه من این کد ها رو نوشتم و اینجا توی یه دونه رنگل استفاده کردم، اینجا اسمش هم میذارم اد پلکسوز. یه توضیح کوتاه میدم ولی این دقیقا همون کاری که تو فیلم جلسه قبل گفتم، دوستانی که کامل متوجه نشدن میتونن فیلم جلسه قبل رو مجددا ببینن. یه دونه پوینت اتریبیوت از نوع ارای ساختم به اسم نیرز، از تابع نیر پوینتس استفاده کردم که مختصات نزدیکترین نقاطی که به نقطه جاری که داره این کد براش اتفاق میفته گرفته بشه. کدوم نقطه ها؟ نقطه هایی که توی این شعاع مکس قرار دارن، که اینم اینجا شعاع من 1 در نظر گرفتم، یعنی به فرض الان اگر راجع به این نقطه داریم صحبت میکنیم، یه دونه تابع نیر پوینت میاد یه شعاع 1 در نظر میگیره، ببخشید مختصات رو نمیده، شماره نقطه رو میده، اینه حواسم نبود، شماره نقطه های نزدیکش رو پیدا میکنه که مثلا هست 118, 160, 104, 112 و 52. این عدد های شماره نقطه های نزدیکش رو میاره میریزه به صورت array توی این
پوینت اتریبیوت نیرز که اگر من اینجا اسپریدشیت رو باز بکنم اینجا شما میتونید ببینید. خب برای اینکه بتونیم دسترسی داشته باشیم به تک تک این نقاط نزدیکی که پیدا کرده، حالا اینایی که اینجا میبینید وصل نشده، برای اینکه شعاع بیشتر از یک، من اگر اینو زیاد کنم این نقاط هم نزدیکش هست، این باز فاصلهش از دو بیشتره، من اینو مثلا میکنم 3 4 که دوتا فکر کنم خطای دیده، بله این اینجاست این اینجاست، چون فاصله خیلی زیاده این دوتا به هم وصل نمیشن، من اینا رو همون یک برمیگردونم. خب حالا شماره نقاط نزدیک هر نقطه گرفته شد که توی شعاع یک هستن و داخل یه دونه اری ریخته شد، از لوپ فوریش استفاده کردم، یه دونه متغیر ساختم از اون اینتجر به اسم پی تی، این لوپ به ازای تک تک نقاط نزدیکی که پیدا کرده تکرار میشه. یعنی مثلا اگه برای این نقطه، این که یه دونه فقط پیدا کرده اینه، برای یه دونه نقطه دیگه پیدا بکنیم، مثلا این نقطه الان دو تا نقطه نزدیکش پیدا شده 89 و 162، پس نیری که برای این نقطه ذخیره شده 144 بعد دو تا عدد پیش باشه 89 و 162 که توی اسپریدشیت نقطه 144 رو پیدا میکنیم. من اینو میزنم که سورت بشه شماره ها 144، میایم جلو نقطه 144 162 144 162 و 89 پیدا شد، این نقطه خودش رو پیدا میکنه رو خودش، چون خودش انگار رو خودش افتاده، من اینجا پوزیشن دادم دیگه، گفتن توی این مختصات، یعنی مختصاتی که این داره، نقطه های نزدیک کدومه؟ خودشه و این دوتا. خب این اتفاق برای تک تکشون میفته. حالا برای اینکه خودش محاسبه نشه توی لوب، از این دستور استفاده کردن که جلسه پیش توضیح دادم، گفتم اگر شماره‌ای که پی تی به من میده برابر بود با خودش، یعنی همین 144، کانتینیو بشه، یعنی از این لوب خارج بشیم. عدد پی تی هم که مثلا برای همین پوینت مثلا 151 یه بار 151 تو لوب اول، این لوب برای این نقطه دو بار اتفاق میفته، دفعه اول پی تی 151، دفعه دوم 161. منتها دفعه اول که 151، چون 151 برابر با 151 پس این لوپ اتفاق نمیفته، ولی دفعه بعد چون پی تی 165، سی دی 165 برابر نیست با 151 پس این لوپ اتفاق میفته، پس خودش رو خودش خط نمیندازه، فقط با اون نقطه‌ای که نزدیکش خط میندازه، برای همین من اینو اضافه کردم. خب ادامه میدیم، شماره نقطه‌های نزدیک گرفته شد، یه دونه پریمیتیو میسازم از نوع پولی لاین، چون قراره خط بکشیم، پولی لاین بکشیم که جلسه قبل توضیح دادم، دو تا ورتکس میسازم، یکی از ورتکس ها برای نقطه اولی که پیدا میکنه، یعنی مثلا برای این نقطه، نقطه اولش میگیم اینه، برای 162 یه دونه ورتکس میسازه، ورتکس بعدی رو برای خودش میسازه، نه این، پس یه ورتکس اینجا یه ورتکس اینجا، و چون گفتیم این ورتکس ها برای پریم ساخته بشه که نوع پولی لاینه، پس برای ساخت پریمیتیو حداقل دو تا نقطه من گفتم لازم داریم، تو جلسات اول گفته بودم اینو، یکی از قوانین ساخت پریمیتیو اینه که حداقل دو نقطه باشه که به هم وصل بشه، چون دو تا نقطهش ساخته شده پس اون پریمیتیو بینش ایجاد میشه و جنسش هم از نوع پولی لاینه. این اتفاق برای تک تک نقاط میفته که به این شکل میرسیم که جلسه قبل توضیح دادم، با کم کردن ریدیوس این حالت تغییر میکنه. خب حالا ببینیم آیا همون نتیجه رو گرفته یا نه، من این شکل رو اینجوری میکنم، پلی میکنم، بله همونطوری که میبینید شبیه اون کار رو تونستیم انجام بدیم. خب که اینو باز شما میتونید کمترش بکنید، شاید شکل جالب تری بگیره. خب یه نکته دیگه که هست اینه که الان تعداد نقاط نزدیکی که پیدا میکنه محدودیت نداره، یعنی به فرض برای این نقاط اینجا که انقدر شلوغ شده، برای اینکه مثلا ممکنه یه نقطه اینجا داشته باشیم 20 تا نقطه نزدیکش باشه تو اون شعاع، این میاد برای 20 تا یه کانکشن میزنه، ما اگر بتونیم یه محدودیتی ایجاد کنیم که بگیم نهایت 2 تا نقطه یا 3 تا نقطه
نزدیک پیدا کردی همون برای ما کفایت میکنه. فقط با اون ستا بیا یه خط بکش، یه کانکشن ایجاد بکن. این باعث میشه که دیگه انقدر شلوغ نشه. جاهایی که تعداد نقطه ها زیاده و نزدیک همه نگاه کنید خیلی شلوغ شده، در صورتی که اگر تو این کار ببینید اونقدر شلوغ نیست. خب برای رفع مشکل هم قرار نیست کار خاصی بکنید، خود تابع نیر پوینتس این امکانو بهتون میده. تو هلپش اگر ببینید ات این نیر پوینت، نیر پوینتس ویکس نیر پوینتس. خب ببینید مدل‌های مختلف داره برای استفاده. یکی از این مدل‌ها رو گفته که شماره ورودی که ما دادیم صفر، مختصاتی که قرار نقاط نزدیک به اون مختصات پیدا شه که ما ادساین پی دادیم، برای اینکه مختصات باید برابر باشه با مختصات نقطه جاری که این کد روش اتفاق میفته. بعد گفته مکس دیستنس بدید که من از این استفاده کردم. بعد گفته یعنی ما در حقیقت الان تابمون اینه تا مکس دیستنسه، گفته اگر یه دونه مکس پوینت هم بدی من محدودیت دیگه میذارم، میگم ماکسیموم مثلا 3 تا نقطه برات پیدا میکنم. پس من اینجا این حالت آرگومن آخر رو اضافه میکنم، اینجا میگم ویرگول چنل مکس پوینتس کنترل اینتر، این دکمه رو هم بعد بزنیم که پارامترش اینجا ساخته بشه. خب یه وقتایی اتفاق میفته ساخته نمیشه که یه تغییر کوچیک مثلا من اینجا میدم. بله اصلا مشکل این بود که من عرض کردم این چیزی که اینجا می نویسیم لیبل نیست، نیمه. توی دستورات هم گفتم نیم همواره باید آندرلاین داشته باشه، فاصله قبول نمی کنه. دلیلش این بود که این دکمه رو زدم اینجا چیزی ساخته نشد. حالا مکس پوینت رو میگم 1. خب 2. الان ببینید دادم 2، یعنی هر نقطه نهایت 2 تا کانکشن نزدیکش پیدا میکنه. من اینو میکنم 4 تا نقطه الان پیدا میکنه که ببینید شکل ما خیلی شبیه تر میشه الان به اون مثالی که اونجا دیدیم. حالا میتونم یه مقدار رادیوس رو بیشتر بکنم. اینی که میدم 1 هیچ کانکشن ایجاد نمیشه، دلیلش اینه که عرض کردم توی مختصاتی که هر نقطه داره نزدیکترین نقطه میشه خودش. بعد ما هم اینجا اومدیم گفتیم که خودت اگر خودتو پیدا کردی هیچ خطی بینت وصل نشه، خب پس هیچ اتفاقی هم نمیفته. برای همین مکس پوینت حداقل باید 2 باشه که ما نتیجه رو ببینیم. خب این افکت الان ساخته شد. حالا یه ذره بخوایم جالب ترش بکنیم، یه سری نقطه ما داریم دیگه، میتونم یه سری کره روش کپی کنم. یه دونه سفیر میارم، نود کپی تو پوینت، ورودی اول ورودی دوم. خیلی بزرگه، من یه مقدار اینو کوچیکش میکنم، یه دهم. بعد یه دونه نود مرج میارم، اینا با اون خروجی پلکسوز یکی میکنن. بعد رنگ نقاط رو میتونیم تغییر بدیم، مثلا به این نقاط ما دیگه میخوام مثلا قرمز باشه که بیشتر دیده بشه. ریدیوسش هم باز میتونیم کمتر بکنیم. خب پس الان هم نقطه ها رو داریم هم اون حالت پلکسوز رو داریم. یه تستی با تعداد نقطه های کمتر بزنیم که نتیجه بهتری میگه، بیشتر شبیه اون کار میشه. خب قبل از اینکه من بخوام اینو دیجیتال استش بکنم، یه مدل دیگه افکت هم کنارش میسازم که اینم با هم قبلا کار کردیم، همون حالت سایقه ها. این خطوطیه که پلکسوس ساخته. الان فقط با لاینا میخوام کار کنم،
یه سری نقطه های اضافی دارم که توی این کار جدید به اونا احتیاجی ندارم. یه دونه نود اد میارم وصلش میکنم به این توی قسمت پالیگان، این تیک رو میزنم. اینو که بزنید یعنی به هودینی میگید که هر نقطه‌ای که هیچ پریمیتیوی نداره پاک بشه. این نقطه ها چون پریمیتیوی براشون وجود نداره دیلیت میشن، نقطه های اضافی در حقیقت. منتها برای این کار خوبه اونا باشه، قشنگ میکنه کارمونو. که توی همون فیلم هم ببینید، توی این فیلمه یه سری نقطه داریم که به هیچ چیزی وصل نیستن. خب تمرین اون سائقه یا اون رعد و برق یادتون باشه اینجوری بود که یه دونه ریسمپل می آوردیم که تعداد نقاط رو زیاد کنه، بتونیم بهش نویز بدیم. یه دونه پوینت واپ برای اعمال نویز به پوزیشن، اد نویز میرم داخلش، انتیلیایز نویز رو استفاده میکردیم. چون پوزیشن رو میخواییم بهش نویز بدیم و وکتوره، جنسش رو میکنیم وکتور پی به پی. یه دونه نود اد نقاط هر پوزیشنی که دارن این نویز بهشون اضافه بشه. اینم به این وصل میکنیم. خب نویز اعمال شد. دو مدل نویز میخوام اعمال کنم، نویز بزرگ و نویز کوچیک. اینو میذارم اسمش مثلا لارج. یه کپی از این میگیرم، کنترل سی کنترل وی، اینو میذارم سمال. این وسط که نویز کوچیک رو میدیم بهتره دوباره یه ریسمپل بدیم، چون نویز بزرگی که اعمال میشه یه جاهای فاصله بین نقاط زیاد میشه دیگه، بین اینا نمیتونم نویز ریز بدم. پس من ریسمبل میکنم که باز نقطه اضافه شه، تعدادش رو بیشتر هم میکنم. اینم نویز دوم. منتها فرقش اینه که نویز دوم فرکانسش رو کمتر میکنم، بیشتر میکنم. آفست رو پروموت میکنیم، فرکانسی رو پروموت میکنیم، دامنه هم همینطور. برای اون یکی نویزه هم به همین شکل، فرکانسی آفست و هم که حالا احتمالا به آفست الان نیازی نداریم فعلا. خب نویز اولمونو یه ذره درشترش میکنم، میدم هفتم هفتم هفتم، ولی نویز دوممونو ریزترش میکنم این مقدار، یک و نیم. دامنشم خب همین خوبه. نتیجه کارو ببینیم. بله همونطور که میبینید اون حالت سائقه را ما تونستیم به این افکت بدیم. یه دونه نود کالر، رنگ سائقه رو میکنیم آبی. خب اینم یه حالت دیگه است. حالا اینو من یه ذخیره بکنم، میخوایم اینو تبدیل به استاتش بکنیم. اینو الان حالت کروه، من میخوام اینا رو به حالت پالیگان در بیارم که بتونم راحت‌تر رندرش بکنم تو نرم افزارهای دیگه. هرچند کرو هم میتونید ببرید تو مایه اونجا روش کار بکنید، منتها تو هودینی ابزارهای بهتری برای این کار دارید. اینجا من ریسمپل اولم هم یه ذره تعداد نقاطش رو میبرم بالا. یه نویز دیگه هم باز میتونیم بدیم. این نویزه رو من دامنش رو یه ذره کمتر میکنم، کنترل سی کنترل وی. نویز دوم هم ریزتر، دو دو دو. یه ریسمپل دیگه این وسط میتونم بدم، من همون قبلی کپی میگیرم میارم اینجا. خیلی خوب، برای اینکه حالا بخوایم به اینا ضخامت بدیم دو تا راه داریم، راه های دیگه هم البته هست. یکیش اینه که از مود پولی وایر استفاده کنیم. ببینید الان این لاینی که داره از پلکسوز میاد نقطه ها رو باش لازم نداریم، چون نقطه ها رو ما اینجا گرفتیم، کورم روش کپی کردیم آوردیم اینجا دیگه، این نقطه ها نمیخواد دوباره بیاد اونجا. یه دونه عده من اینجا میارم، به اینم یه نقطه اضافی ها پاک بشه که پاک شد. خب یه راه اینه که نود پالی وایر استفاده کنیم به این کروا ضخامت بدیم، نود پالی وایر. منتها نود پالی وایر
یه نود کندیه. دلیلش اینه که تو نود پولیفایر ما میتونیم از گلوبال وریبل ها استفاده بکنیم. مثلا اینجا بینیم دالر ساین سی آر که از رنگ استفاده کنه زخامت رو مشخص بکنه. به همین خاطر و به خاطر این ویژگیه که داره یه مقدار محاسبش کنده، که تو این افکت ما احتیاجی نداریم بخوایم زخامت رو تغییر بدیم. میخوایم همشون یه زخامت رو داشته باشه، مثلا همشون باشه 500. یه نود دیگه ای داریم اسم نود وایر فریم که یه مقدار شبیه پولی وایره، منتها فرقش اینه که دیگه توش نمیتونیم از گلوبال وریبل استفاده کنیم، مثلا بگیم تک تک این کروا زخامت یا رادیوسشون یه چیز دیگه باشه، همشون همین عددی که اینجاست. ولی به همین خاطر نود سریعی هم هست، برای زمانهایی که همشون قراره یه زخامت یا یه رادیوس داشته باشن میتونیم از این نود استفاده کنیم. این نود لبه ها رو میاد یه حالت کره میده، گرد میکنه، این تیکر رو بردارید که اون حذف بشه و اینجاها همونطوری که میبینید سوراخه، این اند کپس رو که بزنید اونو پر میکنه، حالا زخامت رو کم میکنه. خب الان تونستیم زخامت هم بدیم بهش، که من اگه بخوام نتیجه این دوتا رو مقایسه کنم، این پولی وایره سرعت رو ببینید، هرچی هم جلو تمره یه ذره بعد کنتر شه، ولی این وایر فریمه که خیلی سریع تره. پس من از پولی وایر استفاده نمی کنم به دلیل محدودیت سرعت. و این دوتا هم که نتیجه شد این، همین رو میتونیم برای این رد و برقمون هم استفاده بکنیم، که اینا هم زخامت دارن. الان زخامت اینا رو میتونیم کمتر هم بکنیم. خب حالا اینو میخوایم دیجیتال استش بکنیم. قبل از اینکه دیجیتال استش کنیم یه توضیح بدم، این نود وایر خروجیش از نوع پالیگان نیست. اگر کیت وسط رو نگه دارید میگه پریمیتیواتون از جنس تیوبه، تیوب یعنی همین شکلی که اینجا دارید، یعنی در واقع انگار تیوب رو میاد روی اینا میندازه. خیلی ساده یه دونه نود کانورت اگر بیارید اونو تبدیل به پالیگان میکنه. اینجا کیت وسط الان بگیرم شده پالیگان. خب میخوایم دیجیتال استش بکنیم. ما الان دو تا خروجی داریم که یکیشو بسته به تنظیمات میخوایم استفاده کنیم، یا رد و برق یا هم حالت پلکسوس. پس یه سویچ میارم، یه دونه نود نول، این میشه خروجیمون. ورودیمون فقط همین کره هست که قرار سورس امیترمون باشه، که البته حرکتش هم باید بدیم بیرون، چون کاربر خودش باید بتونه حرکت کنه، از داخل ابزار نباید حرکت اتفاق بیفته. یه دونه نولم پس اینجا میارم که میشه ورودی من. طبق چیزی که یاد گرفتیم اول باید تبدیلش کنیم به ساب نتورک. شیفت و سی میزنم، اسمش رو میذارم مثلا JK Plexus. خب اینجا میزنیم چی؟ میزنیم مثلا سورس امیتر، امیتر پارتیکل همونه. ادیت پارامیتر اینترفیس، اینا رو من اینویزیبل میکنم. پارامیترهای مهم رو میکشم بیرون. یکیش این نود اسکدره که تعداد پارتیکل همونه، اسمش رو میزنم پارتیکل کامت مثلا. بعد اینجا که ایج کاری نداریم، این ساب استپ خیلی مهمه که دقت سیمولیشنمون رو میبره بالا با توجه به سرعت، همون اسمش ساب استپ باشه. استارت فریم زمانی که سیمولیشن شروع شه، حالا من فعلا کاری ندارم همون باشه. رنگم مهمه، این رمپمون هم میاریم بیرون، اسمش رو میذاریم رمپ. بعد اینجا این مکسو مکس پوینت رو میارم، این مکسو اسمش رو خوب انتخاب نکنم، اسمش رو میذارم رادیوس. این همیشه مکس پوینت کانکشن مثلا، که بدونیم کارش چیه. بعد اینجا که کار خاصی فعلا نمیخواد بکنیم، رنگ و اینا رو هم کاری ندارم، حالا اگه خواستید میتونید بیارید. رادیوس اون وایر فریم ها رو هم اگه خواستید میتونید پروموت کنید، من برای اینکه شلوغ نشه این کارو نمیکنم. این ور داستانم میتونید این پارامیتر مثلا تعداد نقاطی که بری سمپل اضافه میکنه رو بندازید، فعلا کاری نداریم. این پارامیترهای نویز هم اگر خواستید میتونید
پروموت کنید که البته بعد بکنید چون کاربر بتونه اینا رو عوض کنه، منتها من الان اینا رو اضافه نمی کنم که شروع نشه، ولی این سویچ رو میخوام. اینجا یه دونه تا اینا رو اپلای کنیم اول نتیجهش رو ببینیم. من بیام بیرون، اون پارامترهای مهم رو اینجا دارم. دوباره ادیت یه دونه پارامتر تاگل اینجا دستی اضافه میکنم. اسمش رو میذارم Lightning Mode مثلا. اکسپت میکنم، اینو کپی پارامیتر میرم داخل میدم به سویچ. حالا یه دونم قرار شد نود آوتپوت بیاریم که خروجی اصلیمون رو مشخص بکنه. الان من اگر پلی کنم این ابزار داره کار میکنه، تیک آوتپوت لایتنینگ مودو بزنم این تبدیل به سایقه میشه به این صورت. دوباره اینو بردارم و اینجا هم میتونیم رنگ ها رو مشخص بکنیم. حالا مثلا یه ذره بخوایم بیشتر کار کنیم، این رنگم من پروموت میکنم، ادیت پارامتر اینترفیس، رنگ سایقمونو میکشیم بیرون، اینو اسمشو میذارم پلکسوس کالر، یکی اسمشو میذارم لایتنینگ کالر. یه دونه از این نویزم برای تست من میارم ایشون بیرون، مثلا اولیه رو فرکانسی آفست و دامنه. خب الان این پارامترها رو داریم. حالا یه کار دیگه که میخوام بکنم، وقتی که ما رو حالت لایتینگ مود نیستیم این پارامترها بدون استفاده است دیگه، هیچ تأثیری نداره چون اینا فقط تو حالت لایتینگ کار میکنه. ممکنه کاربر خطا براش ایجاد شد وقتی اینو خاموش میکنه، با خودش بگه اینا پس چیکارن اینجا، چرا تأثیری نداره. میتونید یه منطق پیاده کنید که وقتی که این خاموشه اینا هم باهاش خاموش بشن. کافیه که اسم تاگلتون ببینید چیه، این تاگلمونه، اسم اینه نیم نه لیبل، اینو کنترل سی بزنید، بعد بیاین برای اون پارامترهایی که مربوط به لایتنینگه تو قسمت دیزیبل ون میگه چه وقتی اینا میخواین دیزیبل شه، یه دونه braces علامتش رو میزنید، بعد اسم اون نیمی که کپی کردید مساوی است با صفر. یعنی اگر lighting mode برابر با صفر بود، صفر زمانیه که خاموشه، وقتی خاموشه صفره، وقتی روشنه یکه، اگر برابر با صفر بود اینا ستاشون disable میشن. پس من اگه اینو بزنم رو حالت لایتنینگ هم و اینا روشن میشه، خاموش کنم اینا خاموش میشه. میتونید فولدر هم اینجا اضافه کنید، دسته بندی کنید. یه فولدر من اینجا میارم، اسمشو میذارم لایتنینگ مثلا پارامترز، یه فولدر دیگه هم میارم پلکسوس پارامترز، اینا را شیفت رو میگیرم انتخاب میکنم، درگ میکنم تو فولدر لایتنینگ. بعد اینایی که برای پلکسوزه فقط همین کالر است، اینا هم که تنظیمات عمومیه دیگه، اینا را میندازم توی برای چیه این آفست، آفست وصل شده به نویز، اینم برای لایتنینگه، اینم پس بعد بندازیم این تو، جاش اشتباه رفته بود بالا. بعد این کدی رو که دیزیبل کردیم و بعد برای اینم کپی کنیم، یعنی اینجا. خب اینو اکسپت میکنیم. اینجا فولدرها رو میتونید ببینید، فولدر لایتنینگ که این پارامترها رو داره و میتونید تغییرش بدید، و فولدر پلکسوس. خب حتی یه کاری دیگه هم میتونیم بکنیم، وقتی من اینو روشن میکنم دیگه لایتنینگ مهمه، این پارامتره دیگه مهم نیست، این رمپی که اینجاست، میتونم یه کاری کنم وقتی این روشنه اینا دیزیبل شن، یعنی برعکسه، وقتی این خاموشه اینا خاموشن، این باید روشن باشه، وقتی این روشنه اینا هم روشن شن این خاموشه. پنجره ادیت پارامتر رو باز میکنم، اون کدو اینجا هم مینویسم کنترل سی، اسم تاگل، برای فولدرمون هم میتونیم همون منطق رو بذاریم، هیدن میکنه فولدر رو براتون.
disable when اگر این برابر با یک بود این دفعه accept میکنیم. حالا این الان یکه، این کار نمیکنه. ببینیم مشکلش چیه، کد اشتباه نوشتم. خب من یه بار دیگه کپی کردم، گفتم این دفعه برابر یک، پس اینا زمانی خاموشن که اون برابر با صفر باشه، این زمانی خاموش که اون برابر با یک باشه. حالا الان این خاموشه چون این روشنه، اینو خاموش کنیم اون روشن میشه. اینم گفتم برای اینکه بدونید چجوری پارامترها رو فعال یا غیر فعال کنید. اگرم برای فولدر بنویسیم، فولدر هیدن میشه کلا، خاموشش کنیم فولدر ظاهر میشه. این کارم خوب انجام بدید که منظم تر باشه ابزارتون. خب اینا رو ساختیم، حالا میخوام دیجیتال استش بکنیم. خب طبق چیزی که یاد گرفتیم راست کلیک میکنیم، کرییت دیجیتال اسست، اسمش همون پلکسوس، پلکسوس و اکسپت. آدرسش هم من یه مشخص بدم، دسکتاپ HDA اینجا کنار همونا بریزه، اکسپت رو میزنم. تو پنجره جدیدی که باز میشه همونو دوباره اکسپت میکنم. خب اینجا الان افکت پلکسوز ما ایجاد شده که اگر من این ابزار رو بزنم خودش اتوماتیک اون افکت رو اعمال میکنه. یه نکته هم راجع به ساخت دیجیتال اسست من فراموش کردم بگم. ببینید فرض کنید یه دیجیتال اسست، کرییت دیجیتال اسست که بزنید، اگر این آدرس رو تغییر ندید تو اون فولدر OTLs باشه، یعنی همونجا ذخیره کنید، دیگه از این به بعد هر وقت خودی دیدیتون رو باز کنید ابزارهای شما رو میشناسه دیگه، تو این لیست هستن همشون. ولی اگر جاشو عوض کنید، مثل الان که من انجام دادم، یه جای دیگه بریزید، تو هر پروژه جدید باید اونو اینستال بکنید هر دفعه. پس این تفاوتشه. البته راه وجود داره با معرفی کردن یک سری environment variable که حالا توضیح ندادم هنوز. برای هودینی میتونید بگید که آدرس های دیگه به جز اینم به عنوان OTLs بشناسه. این یک، ولی فعلا شما میتونید از همین استفاده کنید که خود دیجیتال استاتاتون رو مستقیما اینجا بریزید که تو همه هودینی هاتون قابل استفاده باشه، که ما فعلا با این کاری نداریم. خب اینو ساختم، بریم سراغ مایا. خب تو مایا هودینی انجین لود اسست دسکتاپ HDA پلکسوس اوپن، همون ارور معروف رو میده، مشکلی نداره. یه سورس امیتر میده معرفی کن، همون ورودی اولمون. من یه دونه کره میارم براش کی فریم میزنم تو مایا، یه ذره کوچیکش میکنم. فریم اول اینجاست، فریم 120 مثلا بره اینجا، این وسط ها هم یه ذره حرکت بکنه. یه همچین حرکتی هم بهش دادم. حالا آفلاینر رو باز میکنم، کنترل رو میگیرم پلکسوز، اینو به عنوان امیتر مشخص میکنم براش. الان هودینی داره محاسبات انجام میده. این چیزایی که اینجا دیگه میبینید بیشترش محاسبات همون داینامیکیه که تو سالور ما پیاده کردیم. خب اینم نتیجه کارمونه. تو نرم افزار مایا دقیقا همون نتیجه رو داریم میگیریم. کورمون هم میتونیم هیدن بکنیم. ابزار پلکسوزمون هم که اگر انتخاب بکنیم، تنظیمات رو باید اینجا هم داشته باشیم. اون فولدرها رو اینجا به این صورت داریم الان، منتها اون حالت هیدنش دیگه یا حالت دیزیبلش اینجا کار نمیکنه. من میام مثلا فریم اینجا رنگ رو میخوام عوض بکنم، مثلا میکنمش آبی، رنگ میشه آبی. و بقیه تنظیماتی که داریم مثلا رو حالت سایقه میذاره. یه مقدار اون سایقه که ساختیم سنگین شده، البته منم با لپتاپم رم زیادی نداره سیستمم، برای همین میخوام یه مقدار سبکترش بکنم. خب
داخل پلکسوس میرم، بعد پلیش میکنیم، دیسپلی پلگ هم که میزنیم اینجا. خب اینجا ما چون تعداد نقاطمون خیلی زیاده، مقدار وقتی اینجا که پلیگانش کردیم سنگین میشه. حتی پلیگان هم یادم رفته بکنم، اینجا اومدیم تیوبش کردیم بعد دیگه پلیگانش نکردم. خب یه دونه ریسمپل میارم که این دفعه تعداد نقاط رو کم کنم. باشد ما سیستمتون قوی تره، میتونید با همین حالت قبلی کار کنید. من اینجا کیل وسط مصغر نگه دارم 24000 تا نقطه داشته، اینه که آوردن شد 8000 تا. با زیاد کردن اینم تیم باز تعداد رو کم کنیم. اینجا وایر فریم رو دادم، بعد یه دونه نود کانورت که به پالیگان تبدیل بشه. خب الان فکر میکنم بهتر شده باشه. خب اینا چون آپدیت کردن، یعنی در حقیقت تغییر دادم، راست کلیک میکنم سیو نو تایپ رو میزنم که ذخیره شه تو اون فایل HDAمون، بعد اونو تو مایا لود میکنیم. اینم که کرمه، پروژه رو من یه ذخیره بکنم. خب حالا هودینی انجین اونو لودش بکنیم. پلکسوس آبجکتمون که انتخابه، ست و سلکشن، حالت لایتینگش رو میخوایم الان ببینیم به چه صورت لایتینگ. پلی میکنیم. خب این حالت لایتینگشه که جواب میده. کورم هم هیدن میکنم. حالت دیگرش هم که از تو آتلاینر نونش رو نودش رو باید انتخاب بکنیم، این رو خاموش میکنم. این هم حالت دیگرشه. اون کره هامون نیستن، دلیلش اینه که این کره ای که ما اینجا کپی کرده بودیم برای پلکسوس فراموش کردیم از جنس پالیگان کنیم. نوع پریمیتیو یه نوعی که فقط هودینی میشناسش. اینو من پالیگانش میکنم، یه ذره سبکش میکنیم. حالا دو هم عدد مناسبی باشه. مجددا اینو داخلش باید ذخیره بکنیم. سیو نو تایپ، نیم تو مایا، فریم اول، بعد اندفعه نودمون انتخاب میکنیم. میتونیم اینجا ریلود اسست رو بزنیم یه بار دیگه لودش بکنه، دکمه سینک هم میتونیم بزنیم. حالا پلی میکنیم. بعد الان کره هامون هم اومدن. حواستون به این انواع مختلف هم باشه، پارامیترهای دیگه هم تست میزنیم. اینجا مثلا ساب استپمون بود، ریدیوسمون الان من بکنمش نیم، تعداد نقاط کمتری به هم کانکت میشن بکنمش دو، تعداد نقاط بیشتر. تعداد کانکشن هامون هم میتونیم مثلا بکنیمش سه تا که یه همچین شکلی رو بگیره، یا مثلا حالت سایقه رو دوباره من بیارم و رنگش رو عوض بکنم، یا مثلا شدت نویزمون تغییر بدیم، اینو میکنم سه. خب همونطور که دیدید خیلی راحت میتونید تو هودینی هر نوع ابزاری رو بسازید. الان همینو البته خیلی اپتیمایزتر با تعداد نقاط خیلی کمتر میتونید ابزارش کنید ببرید تو موتورهای بازی مثل یونیتی یا آنریل، اونجا حتی از این استفاده کنید. بعد این گویو دیگه میتونید تو خود آنریل یا مثلا یونیتی یه منطقه براش پیاده کنید، مثلا پای کاراکتر وقتی بهش میخوره این سایقه ها ایجاد شه، چون اطلاعات رو از خود اون نرم افزار دیگه میتونیم بگیریم و فقط ابزار ما روی اون اطلاعات میتونه اعمال بشه. خیلی کارهای اینتراکتیو و جالبی میتونیم بزنیم. خب فکر میکنم تا همینجا دیگه بحث دیجیتال اسست کافی باشه. اگر توضیحات اضافی تری هم باشه انشالله تو فیلم جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. این دکمه اینجا هم اگر بزنی اگر وارنینگ چیزی باشه بهتون میگه،
که الان موفقیت آمیز بوده این نتیجه محاسبات. یه دکمه ریست سیمولیشن هم داریم که این دکمه رو اگر بزنید هر چی نود داینامیک سالور داشته باشید محاسباتشون از اول انجام میشه. یعنی دقیقا همین دکمه اینجاست که اگر من این ریست رو بزنم الان ببینید اینجا کش چون تغییر کرده رنگش نارنجی شده، این دکمه رو که بزنم کش ریفرش میشه و با اطلاعات جدید آپدیت میشه. این دکمه که تو مایا داریم یا تو حالا تو برنامه دیگه هم میاد همین صورته. خب امیدوارم که از فیلم این جلسه هم راضی باشید. انشالله در جلسه بعد یه مقدار توضیحات دیگه راجع به asset ها، دیجیتال asset ها عرض میکنم خدمتون و وارد بحث های دیگه میشیم. موفق باشید تا فیلم آموزشی بعدی. خدا نگهدار.